ممنون جناب یدی. امروز سوم آپریل 2023 برابر با 14 فروردین 1402 من خوش آمد میگم به همه کسانی که امروز با ما اینجا هستن و همچنین کسانی که بعدا این ویدیو تماشا میکنن. خیلی مقدم میگم، امیدوارم که روزها و وقتهای خوبی رو داشته باشید. قبل از اینکه بخوام بحث برنامه بپرزیم، ما یکی دو تا به اصطلاح میان پرده داریم که اونها رو ما انجام میدیم و بعد به سخنرانی بپرزیم. در وهله اول برنامه هفته های آینده کانون رو ما مطرح میکنیم. دوشنبه 10 آپریل برابر با 21 فروردین زن و حقوق بشر زنان در ایران، دکتر عزت‌الله مسلانژاد. 17 آپریل 28 فروردین اهداف، روش‌ها و مراحل جنبش مردم ایران، جاله وفا. و 24 آپریل برابر با 4 اردیبهشت بحث آزاد، فدرالیسم، آیا فدرالیسم آینده ایران خواهد بود یا نه. اون بحث آزاده برای هفته سوم آپریل. مجددا قبل از اینکه ما بخوایم برنامه‌مون رو شروع بکنیم، من طبق معمول همیشه یه بندی از بندهای حقوق بشر سازمان ملل رو ما قرائت میکنیم و اون رو به این دلیل قرائت میکنیم که یه مقدار حساسیت بین جامعه ایرانی در مورد حقوق بشر بیشتر بشه. قانون برای آشنایی اعضا هر دوشنبه شب یکی از مفاد حقوق بشر را قبل از ایراد سخنرانی به عرض دوستان میرسن. آشنایی با مفاد حقوق بشر کمک ارزنده است به ادامه مبارزات دموکراتیک ما. در ماده 29 بیانیه حقوق بشر آمده است: 1. هر فردی فقط در برابر آن جامعه ای وظایفی بر عهده دارد که رشد آزادانه و همه جانبه او را ممکن می سازد. 2. هر کس در اعمال حقوق و بهره گیری از آزادی های خود فقط تابع محدودیت های قانونی است که صرفا برای شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای رعایت مقتضیات عادلانه اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در جامعه دموکراتیک وضع شدن. این حقوق، یعنی چیزهایی که ما خوندیم، و آزادی ها در هیچ موردی نباید برخلاف هدف ها و اصول ملل متحد اعمال شود. یعنی شما نمیتونید یه قانونی بذارید بگید خب این قانون جامعه ماست، قانون اسلامی هستش، و بعد بگید ما داریم حقوق بشر رو هم ایمان. خب حالا بپردازیم به اصل برنامه که سخنرانی امشب ما است: مبارزه زنان ایران از انقلاب مشروطیت تا به امروز. آقای بهرام رحمانی امشب مهمان ما هست. ولی قبل از که بهشون بخوان صحبتاشون رو ادامه بدن و صحبت رو شروع بکنند، من یه معرفی مختصری که در سایت کانون هم آمده براتون میخونم. بهرام رحمانی از دوران نوجوانی با مسائل سیاسی اجتماعی آشنا شده، به ویژه عمیقا از خرافات مذهبی دور میشد. ایشون در 1357 در انقلاب مردم ایران فعالانه شرکت میکنن و برای اولین بار فعالیت سیاسی خودش رو با سازمان پیکار، سپس با کمله و پس از تشکیل حزب کمونیست ایران در سال 62 و 1362 فعالیت خودش رو با این حزب ادامه میده. در سال 1991 به دنبال اختلافات درونی حزب کمونیست ایران همراه با فراکسیون کمونیست کارگری
از حزب کمونیست ایران جدا میشه و همراه با اعضا و کارتهای جدا شده از این حزب که از بنیانگذاران حزب کمونیست کارگری بود. در آوریل 1999 ایشون به همراه تعدادی از اعضا و کارتهای دیگه از صفوف این حزب رو ترک میکنه. ایشون در سال 2002 به حزب کمونیست ایران برمیگردن در مسئولیت های همچون عضو کمیته مرکزی، کمیته خارج کشور، عضو هیئت تحریریه نشریه دو هفته نامه جهان امروز، همکار کومل تیوی و عضو کمیته اجرایی این حزب فعالیت میکنن. سرانجام به دلایل سیاسی از این حزب جدا میشن. برام بین سالهای 99 و 2000 سردبیر نشریه بامداد. آخرین شماره نشریه تحت عنوان چنین گوید بامداد شاعر، ویژه‌نامه بامداد به یاد احمد شاملو به صورت کتاب در پاییز 2000 توسط انتشارات آرش منتشر میشه. ایشون همچنین با نشریات و شبکه‌های اجتماعی مختلفی همکاری داشته و هنوز هم این جریان داره. ایشون در سال 2009 به عنوان دبیر انجمن قلم ایران در تبعید انتخاب میشه و همون سال در کنگره جهانی پن در اتریش شرکت بعد از اتحادیه روزنامه‌نگاران سوئد، کانون نویسندگان سوئد و انجمن قلم سوئد و سردبیر بانک نشریه معانه کانون نویسندگان ایران در تبعید که 36 شماره از این نشریه تا حالا منتشر شد. ایشون از سال 2013 تا 2016 پرزیدنت انجمن قلم ایران در تبعید بودن و کنگره 2013 پن در ایسلند شرکت داشت. همچنین نگارش 18 کتاب و ترجمه درباره مسائل سیاسی و اجتماعی و صدها مقاله بخش دیگری از تلاش‌های بی‌وقفه سیاسی و فرهنگی ایشون است. اتمی کتاب منتشر شده مجموعه اسنادی در رابطه با فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی، زنان در اسارت جمهوری اسلامی، عزیز نسیم، عزیز همگان، امید یک زندگی بهتر، مذهب، ناسیونالیسم و مسئله زن، تاریخ شرمسار مردم کرد، افسانه جامعه مدنی، کشتن نویسندگان در دوران خاندان پهلوی و جمهوری اسلامی، اورهان پاموک و تابوهای دولت ترکیه، آزادی اندیشه و بیان، رهایی زن، من مرگ را سرودی کردم، جنبش‌های اجتماعی ایران، ناظم حکمت، شاعر کمونیست همیشه زنده، سفاهت در قدرت دینی، جنایت در قدرت دولتی، صدای بلند جانهای آزاده جهان از احمد کایا تا باب دیلان، رشد نژاد پرستی در سوئد، اروپا و ایران، اندیشه‌های کارل مارکس در قرن 21، کلاف رنگارنگ طنز در گرامی داشته سومین سالگرد تولد عزیز نسیم که مترجمش بهرام رحمانی بوده، اپیدمی جهانی ویروس کرونا و تقابل دین و دانش در ایران، فراتر از فاجعه، گزارشات روزانه‌ای که ایشون هم داشتن در مورد دادگاه حمید نوری که شما همه در جریان اون هست. خب حال پس از این دیگه من بیش از این نمیخوام مزاحم وقت شماها بشم و میکروفون میذارم در اختیار بهرام عزیز که ایشون سخنرانیشون شروع بکنن. شما بین 50 تا 60 دقیقه فرصت دارید که صحبتاتون رو ارائه بدید و اگر وقتی بیشتر خواستید در موقعی که من حدوداً 10 دقیقه به آخر وقتتان مونده من اعلام میکنم که اگر وقتی بیشتر خواستید اونجا با همدیگه تصمیم میگیریم که چیکارش باید بکنیم. جناب رحمانی بفرمایید. خیلی ممنونم، زحمت کشیدین، به نظرم نیاز چندانی نبود به این معرفی طولانی چون بارها دفعات قبلم این معرفی خونده شده بود. به هر رو خیلی ازتون ممنونم، به همه دوستانی که اینجا حضور دارن منم به نوبه خودم خوش آمد میگم. از برگزار کنندگان این برنامه نهایت تشکر را دارم که بار دیگه منو به این برنامه ارزندشون دعوت کردیم. نوروز و پرارسیدن بهار را به همه شما عزیزان صمیمانه تبریک میگویم. آتش نوروز برای اولین بار در سال 612 پیش از میلاد با
مقاومت و پیروزی کاوه آهنگر علیه ضحاک پادشاه آشوری برافروخته شد. این آتش بیش از 2634 سال است که هر سال در روز 21 مارس دوباره برافروخته می شود. از همین فرصت استفاده می کنم همبستگی و همدردی خودم و با خانواده های داغ دیده ای که عزیزان خود را در طول 7 ماه انقلاب زن، زندگی، آزادی در خیابان‌ها و زندان‌ها از دست دادند، اما در مقابل آدمکشان جمهوری اسلامی حتی یک قدم عقب نشینی نکردند، صمیمانه اعلام کنم. همانطور که قبلا اعلام شده، بحث امروز من در رابطه با مبارزه زنان ایران از انقلاب مشروطیت تا به امروز است. اما قبل از اینکه وارد بحث اصلی شوم، چون بحث یه بحث تاریخیه، علاقه دارم تأکید کنم که تاریخ باید حقیقت حوادث و بقای کیفیت‌ها، کمیت‌های زندگی شهروندان، حاکمیت و حقوق مردمان مختلف را به نسل‌های بعد منتقل می‌کند. تاریخ باید برای این انتقال آینه تمام نمایی باشد که هرچه دقیق‌تر و رساتر، بدون تحریف مبالغه، بدون کاستی، این وظیفه مهم را انجام بدهد. ترسیم و بیان سوابق هر پدیده تاریخی و جریانی نامیده می شود که ما از آن عنوان تاریخ یاد می کنیم. تاریخی که اطلاعات وسیعی نسبت به تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، همچنین علوم و سیر تحولات آنها کسب می کنیم. سوابق چه مثبت و چه منفی هر کشور و ملت هم با مراجعه به تاریخ روشن می گردد. در واقع تاریخ شناسنامه رسمی کشورها و ملل مختلف جهان است. معرف تمدن درجه شایستگی آنها از گذشته تا کنون است. تاریخ درس آموز و آموزنده است. تاریخ حیات بشری سرنوشت انسان هاست و عبرت انگیز است. آشنایی با تاریخ ایران به ما می آموزد که جلوه های روح عمومی در نزد دولت و ملت ما چگونه است. تاریخ استبداد طلبی، کسب قدرت و ثروت در نزد حاکمان ناسیونالیستی و دینخواهی دست کم از انقلاب و مشروطیت را کنون به چه شکلی است؟ وضعیت زنان چگونه بوده است؟ به همین دلیل من در این بحث تلاشم بر این است که واقعیت های تاریخی را بیان کنم، نه صرفاً ترافقات فکری خودم را. بیگمان مسئله زن در هر جامعه یکی از مهمترین و بزرگترین پدیده‌های سیاسی دست کم قرن 18 بوده است. به همین دلیل پژوهش‌های نسبتاً زیادی چه در ایران و چه در کشورهای دیگر و مراکز پژوهشی جهان درباره این بخش از نصف جامعه بشری صورت گرفته است. من در مقدمه خدمتتون عرض کنم که تاریخ مبارزه زنان یه تاریخ بسیار طولانی است. زنان جهان در همه انقلابات جهان حضور فعالی داشتند. اما متاسفانه پس از پایان دوره‌های انقلابی سهم آنان از دستاوردهای انقلاب و مبارزه‌شون ناچیز بوده است. همچنین تجربه تاریخی اثبات کردند که هر انقلابی اگر زنان دوشادوش مردان قرار نگیرند و مستقیما در هدایت و رهبری و پیروزی انقلاب نقش پررنگی نداشته باشند، آن انقلاب ناقص است و به برابری و آزادی کامل انسان منجر نخواهد شد. جامعه ما یعنی ایران هم دو بار شاهد انقلاب بود. انقلاب مشروطیت، انقلاب 1357.
اما هر دو انقلاب شکست خورد و سهم زنان باز هم جز سرکوب خانه نشینی چیز دیگری نبود. اما با این وجود زنان مرعوب به فضای رعب و وحشت حکومت ها نشدند و همچنان به مبارزه آزادی خواهانه و برابری طلبانه خود ادامه می دهند. به طوری که امروز ایران با انقلاب سومی درگیر است که رهبری آن را زنان، به ویژه زنان و دختران جوان به عهده دارند و مردان جوان نیز با تمام قدرت از رهبری این زنان پیکارگر و انقلابی دفاع می کنند. آن این هم یه تحول جدیدی در مبارزه مشترک زنان و مردان در ایران و جهان محسوب می شود. به همین دلیل این تحول و یا به گفته های این رنسانس ایرانی مستلزم بررسی های دقیق تر و جدی تری است. فقط یکی از ویژگی‌های مهم انقلاب زن، زندگی، آزادی، گسست کامل از مذهب به ویژه دستگاه روحانیت مفخر، متجاوز و کلاهبردار است. در ایران در طی 120 سال گذشته عرصه سیاست محل چالش بزرگی برای زنان ایران بوده و آنان بارها از سختی‌های بزرگی از قوانین، سنت‌ها، باورهای مردسالارانه سیاسی، فرهنگی، مذهبی و ملی عبور کردند. هرچند همیشه با سرکوب شدید دولتی مواجه بودند، این زنان در دوره‌های سرکوب و اختناق برای برهم زدن کل سیستم و کل سیستم نابرابر جنگیده و با زندان، شکنجه و اعدام دست پنجه نرم کرده و در اندک فرصت‌های آزادی اجتماعی، سیاسی، تاریخی در ایران انجمنها، سازمانهای مستقل خودشان را تشکیل دادند. اصولاً در جوامع طبقاتی که دیکتاتوری شدیدی بر جامعه حاکم است، هر کنش و تلاشی برای دستیابی به هر حقی سیاسی محسوب می شود. در چنین جوامع حاکمیت ها حق مسلم خود می دانند که در خصوصی ترین لایه های زندگی مردم دخالت کنند. این نوع حاکمیت ها حتی هیچ گونه انتقادی را نیز تحمل نمی کنند. در انقلاب مشروطیت ایران زنان حضور فعالی داشتند. اما همواره با گرایشات مرد سالار و مذهبی دست به گریبان بودند تا اینکه با کودتای سیدضیا و رضاخان کلیه دستاوردهای انقلاب مشروطیت به ویژه زنان از بین رفت. در انقلاب 1357 نیز زنان ایران حضور فعالی داشتند، فعالتر از انقلاب مشروطیت. اما هنوز بیش از یک ماه از بهار آزادی نگذشته بود که خمینی، بنیانگذار حکومت اسلامی زن ستیز و آزادی ستیز، اولین فتوای خود را علیه زنان صادر کرد. سرانجام پس از 3 سال جنگ و کشتار و اعدام، جمهوری اسلامی علیه مخالفانش به ویژه علیه نیروهای چپ و کمونیست سکولار و مجاهدین خلق ایران، انقلاب 57 نیز با شکست مواجه شد و از دل آن هیولایی به نام جمهوری اسلامی بیرون جهید که تا به امروز از نوشیدن و مکیدن خون مردم هنوزم خسته و سیر نشده است. جنبش زنان از دوران مشروطیت تا کنون خودجوش بوده است. گسترش مدرنیسم در کنار زدن سنت‌های دیرپای بیش از هر چیز در شرکت فعال زنان در عرصه‌های اجتماعی نمود داشته است. فعالیت روزافزون زنان پایه‌های فرهنگی سنتی را لرزان و تحول عظیمی در قوانین سنتی
و نابرابر دو جنس به وجود آورد. انقلاب مشروطه نقطه عطفی بود برای گشایش نخست مدارس دخترانه، روزنامه های زنان، برپایی انجمن های گوناگون زنان، آثار نویسندگان و شعرهای زنی که از حال خود و حقوق خود می نوشتند، مبارزه که امروز نیز ادامه دارد. مبارزه زنان ایران در عصر انقلاب مشروطیت. سرآغاز جنبش نوین زنان در ایران به قرن 19 برمی گردد. دورانی که جامعه ایران همانند بسیاری از کشورهای منطقه دستخوش تغییرات عمده اقتصادی و اجتماعی شد. در اواسط انقلاب مشروطه جامعه ایران شاهد یک تلاش سازمان یافته زنان برای تغییر شرایط اجتماعی آنها شد. نفوذ مدرنیسم اروپایی در ایران به همراه رشد و گسترش سیستم سرمایه‌داری و به تجزیه ساختار فئودالی در ایران سرعت بخشید. از جمله کالاهای اروپایی به همراه خود ایده ها و شیوه ها و مناسبات جدید زندگی فردی و اجتماعی را به ایران آورد. این تغییر تحولات باعث روشنگری و آگاهی نسبی بسیاری از زنان و مردان در ایران شد و تغییر شرایط موجود را به جامعه تحمیل کرد. همانطور که در مقدمه نیز اشاره کردم، روشنفکرانی همچون میرزاخان کرمانی، میرزا ملکم خان و میرزا فتحعلی اخونزاده از حق تحصیل زنها دفاع می کردند. چند همسری و انزوای زنها در اجتماع را به نقد می کشیدند. در طی این انقلاب زنان حضور فعالی داشتند. شورش‌های خیابانی را سازماندهی می‌کردند. در طی این مبارزه برخی از زنان روشنفکر از فرصت فراهم شده توسط انقلاب در راستای حقوق زنان استفاده کردند. این گروه از زنان با آگاهی فراوانی که از شرایط نامناسب خود و زنان دیگر داشتند، به منظور حمایت از زنان دست به تشکیل انجمنها جلسات مخفی زدند. این گونه انجمنها در آن زمان معمولاً توسط مشروطه خواهان اداره می شد. هدف از این مجامع بحث و تحقیق درباره شرایط زنان با درمیان گذاشتن مشکلات شخصی، تجربیات، احساسات آنها و خواسته هایشان. انجمن آزادی زنان و انجمن نقاب‌پوش از مهمترین انجمن‌های مخفی آن دوره زنان بود. با آغاز انقلاب مشروطیت، با وجود اینکه زنان در آن نقش فعالی داشتند، از داشتن نماینده در مجلس شورای ملی محروم ماندند. در 14 مهر 1286 شمسی با تصویب متمم قانون اساسی زنان از حق رأی محروم شدند. ماده 10 و 13 قانون انتخابات مصوب 1287 شمسی 9 گروه را از حق انتخاب کردن محروم می‌کرد. از جمله نسبان، مرتکبین قتل و سرقت، متکدیان و اشخاصی که به وسایل بیشرفانه کسب معاش می نمایند، مجانین و کفار. در دوره های مجلس مختلف هر از گاهی درباره حق رأی زنان گفتگوهایی صورت می گرفت. روحانیون عضو مجلس یکی از پیگیرترین اخشاری بودند که با دادن حق رأی و حق تحصیل به زنان مخالفت جدی داشتند. خواسته هایی مانند تأسیس عدالت خانه، حق تحصیل،
از جمله خواسته‌های تشکل‌های زنان بود. کسب حق رأی نیز همواره یکی از خواسته‌های آنان بوده و اقداماتی نیز انجام می‌دادند. از جمله این فعالیت‌ها می‌توان به معرفی 12 نفر به عنوان کاندید از طرف نشریه شکوفه در سال 1291 و در جریان انتخابات مجلس سوم اشاره کرد که به بهای تعطیلی این نشریه تمام شد. پیدایش جنبش زنان در ایران در شکل گیری و در رشد انجمنها و انتشارات ویژه زنان در یک دوره 20 ساله یعنی از حدود 1910 تا 1932 نقش مهمی ایفا کرد. در این دوره زنان فعال تعداد سازمان تأسیس کردند. مجله های هفتگی و ماهنامه متعددی که مربوط به مشکلات و شرایط زندگی زنان میشد منتشر نمودند. دانش، جهان زنان، شکوفه، زبان زنان، زنان ایران و نامه بانوان از جمله این نشریات بودند. در اواسط دهه 1930 14 مجله حقوق زنان، تحصیلات و حجاب زنان را مورد بحث قرار دادند. در طی این پیشرفت‌های اولیه این جنبش با حمایت‌های روشنفکران با نفوذی همچون میرزاده عشقی، ایرج میرزا، ملک شعرای بهار، یحیی دولت آبادی، ابوالقاسم لاهوتی، علی اکبر دهخدا، وکیل الرعایا، احمد کسروی و غیره برخوردار بودند. این روشنفکران در مطالب خود از حق تحصیل دختران، آزادی زنان، پایان دادن به انزوای ایشان و از بین بردن چند همسری دفاع می‌کردند. زنان پرنفوذ این جنبش عبارت بودند از مریم امید مزین السلطنه، ماه سلطان خانم، صدیقه دولت آبادی، خانم آزموده، روشنک نودست، شهناز آزاد، محترم اسکندری، شمس الملوک جواهر کلام، هما محمدی، آفاق پارسا، زندخت شیرازی. زنان در جنبش مشروطه همچنان که اشاره شد بسیار فعال بودند. برخی از آنان حتی به اسلحه نیز دست بردند که نمونه آن ترور سید محمد یزدی به هنگام دشنام به مشروطه بود که زنی مشروطه خواه او را با ششلولی هدف شلیک قرار داد. البته این زن از طرف طرفداران سید تکه تکه شد. در تبریز زنان مشروطه خواه اسلحه به دست گرفته و با لباس مردانه جنگیدند و برخی نیز جان باختند. البته زنان بیشتر نقش پشتیبان داشتند و پشت جبهه با رساندن غذا، پوشاک، پرستاری از مجروحان و خبررسانی کمک می‌رساندند. در نتیجه انقلاب مشروطه 1285 شمسی فرصت مناسبی را برای زنان فراهم کرد تا محیط تنگ خانهشان را ترک کنند و به خیابان‌ها بیایند. البته توده انبوه زنان بی سواد که صرفاً به عنوان هوادار به انقلاب پیوسته بودند، با فروکش کردن انقلاب به اندرونی‌های سابق خود بازگشتند. حاکمیت اون دوران هیچ گونه توجهی به وضعیت زنان نکرد و همچنان آنان را از حقوق اساسی محروم نگاه داشت. تا مدتی پس از استقرار مشروطه زنان همچنان از آموزش بی بهره ماندند و زنان را ضعیفه تلقی می کردند. وکیل رعایا
نماینده همدان در مجلس از وکیلانی بود که از حقوق زنان دفاع میکرد. وی در بهار 1911 طرح حق رأی زنان را به مجلس آورد که جنجالی به پا شد. طبیعتاً با جب با آن زمان بحثی از برابری حقوق زنان با مردان نمی توانست در میان باشد، بلکه خواسته ها به بهانه تحصیل و آموزش طرح می شد که زن تحصیل کرده مادر و همسری کارآمدتر است تا زن بی سواد. طاهره قرة‌العین فرزند یک روحانی شیعه در قزوین بود. او اولین زنی است که در ایران قرن 19 کشف حجاب کرد. از دانشی کم نظیر برخوردار بود. شعر می سرود و افکار نو می نوشت. حدود نیم قرن پس از مرگ قرة‌العین زنی به نام بی بی خانم وزیر و وزیر وزیروف بی بی خانم وزیروف نخستین آموزشگاه دخترانه را در ایران بنیان گذاشت که از همان روز با مخالفت شدید روبرو شد. بانو طوبی آزموده از دیگر بانوانی بود که با سرمایه شخصی خود در سال 1286 شمسی مدرسه دخترانه ناموس را بنا کرد. تاج السلطنه و افتخار السلطنه، دختران ناصرالدین شاه، افسر السلطنه، شمس الملوک جواهر کلان، خانم دکتر ایوب، افندی خانم، میسیز جوردون، نواب سمیهی، صدیقه دولت آبادی، منیر خانم و گروهی دیگر در همون سالها انجمن آزادی زنان را تشکیل دادند. فخر اعظمی ارغون بانوی روشنفکر و هنرمند که از مؤسسین جمعیت نسوان وطنخواه بود، یکی دیگر از زنان به نام فعال برای حقوق زنان بود. بانو ارغون مادر سیمینی است. او در سال 1314 شمسی روزنامه به نام نامه بانوان تأسیس کرد که خود نیز در آن مطلب می نوشت. او همچنین اشعار اجتماعی می سرود و به یک روشنفکر و مدافع پیگیر حقوق زنان بود. فخر آفاق پارسا معلم و یک فعال فرهنگی و اجتماعی بود و در شهر مشهد مجله جهان زنان را منتشر می‌کرد. بی بی خانم استرآبادی مخالف سرسخت چند همسری بود و کتابی به عنوان معای بلرجال نوشت که 98 سال پس از تاریخ نگارش آن در سال 1371 به همت و ویراستاری افسانه نجم آبادی به چاپ رسید. محترم اسکندری یکی از زنانی بود که در راه اعتلای جنبش زنان زحمات فراوانی کشید و البته مورد حمله و تعدی نیروهای مرتجع و ضد زن قرار گرفت. برای مثال قشریون اقدام به انتشار یک جزوه ارتجاعی به نام مکر زنان را منتشر نمودند که فرهنگ ضد زن و علیه فعالیت اجتماعی را تبلیغ میکرد. محترم اسکندری و همرازمانش اقدام به خریداری و جمع‌آوری این جزوه ها نمودند و آنها را در یک اقدام نمادین در میدان سپه تهران آتش زدند. صدیقه دولت آبادی در سال 1298 شمسی نخستین نشریه زنان را به نام زبان زنان در اصفهان انتشار داد که با مخالفت قشریون اصفهان مواجه گردید و عاقبت به خاطر انتقادات شدید که از قرارداد معروف وثوق الدوله کرده بود توقیف گردید.
صدیقه دولت آبادی یکی از پیشگامان مبارزه جنبش زنان است که در زمینه آموزش، دادن آگاهی به زنان، انتشار روزنامه و مبارزه در راستای تساوی حقوق زنان کارهای ارزشمندی انجام داده است و در این راه تهمت‌ها و برچسب‌های زیادی را متحمل شده است. فاطمه سیاه تحصیل کرده روسیه بود که در سال 1314 به ایران برگشت. در آغاز شغل کوچکی از وزارت فرهنگ به این بانو که از دانش گسترده ای در رشته ادبیات تطبیقی برخوردار بود داده شد. او در سال 1317 با وجود بعضی مخالفت ها دانشیار دانشگاه و پس از 5 سال استاد ادبیات روسی در دانشگاه تهران شد. او اولین زن استاد دانشگاه در ایران و بنیانگذار شورای زنان ایران بود. آلینوش تریان نخستین استاد فیزیک زن ایران بود که در تأسیس رصدخانه خورشیدی تلاش بسیار کرد. فانی بدری تندری، بدرالملوک صفا، گیلانتاج امیر ابراهیمی، ماه رخسار، هما محمودی، نصرت مستقی، ماه رخ گوهرشناس، صفیه یزدی، فروغ آذرخشی، ربابه قوامی، ماه سلطان امیر سعی، برسابه حوسبیان، گوهر نراقی، اروین اعتصامی، شوکت الملوک شقاقی، امینه پاکروان، شمس الملوک جوهرکلام، شمس الزعای نشاط، فصیح الملوک مهام، عفت الملوک خواجه نوری، فخر السلطنه فروهر، مریم امیر، پروین پیر، مارشال غیبی، قمر ملوک وزیری، ملوک زرابی، کوکب ناصری و بسیاری دیگر که از پیشروان حرکت‌های آزادی‌خواهانه و برابری طلبانه زنان ایران بودند. سازمان‌های فعال زنان در آن سال‌ها عبارت بودند از انجمن آزادی زنان، اتحاد غیبی نسبان، انجمن نسبان ایران، انجمن نسبان وطن، شرکت خیریه خواتین ایران، اتحادیه نسبان، انجمن همت خواتین، شورای حیات خواتین مرکزی. دوران سلطنت رضاشاه بعد از انقلاب اکتبر آزادی خواهی در ایران عمیقا تقویت یافت. روزنامه شهر گادینی، به ترکی گادن یعنی زن شهر، در آذربایجان شوروی برای آزادی و حقوق زنان وسیعاً فعالیت داشت. دولت شوروی به دلیل قوانین و اقداماتی که در مورد آزادی و حقوق زنان به تصویب رساند، محبوبیت فراوانی در بین زنان ایران و جهان کسب کرد. حزب کمونیست ایران از وقت به تشکیل عضویت زنان را در حزب به رسمیت شناخت و برابر حقوقی مرد و زن را در عمل به اجرا درآورد. اولین بار در تاریخ احزاب ایران در واقع حزب کمونیست حقوق برابری زنان را در سازمان حزبی رسمیت بخشید. زنان عضو حزب کمونیست ایران شروع به فعالیت کردند. تعداد اعضای زنان این حزب روز به روز گسترش می‌یافت و فعالین زن این حزب به سازماندهی زنان ایران می‌پرداختند. در آن دوره سلطانزاده از رهبران حزب مانیفستی در مورد زنان نوشت. در سال 1921 برخی از زنان کمونیست در رشت از جمله روشنک نوودوست، جمیله صدیقی، سکینه شبرنگ و اورانوس کاریاب
برای کسب حقوق و آزادی زنان جمعیتی تشکیل دادن و زنان دختران روشنفکر گیلان در این جمعیت به فعالیت پرداختند و با تأسیس مدارس سواد آموزی بزرگسالان، دبستان، کتابخانه، تشکیل سخنرانی ها، تاب در اشاعه آگاهی عمومی و افکار آزادی خواهانه و برابری طلبانه کوشیدند. جمیله صدیقی و شوکت روستا را هم بعداً حکومت رضا شاه به 4 سال زندان حبس در زندان تهران محکوم کرد. در سال 1923 انجمن بیداری زن توسط کمونیستای زن ایجاد شد. دومین کنگره حزب کمونیست در سال 1927 در ارومیه که در دستور کار در میان زنان قرار داشت، این کنگره خواهان لغو شیفت شب برای زنان کارگر، کودکان و حقوق مادری برای زنان کارگر شد. در سال 1306 شمسی مجلس قانون جدیدی برای نوع پوشش جدیدی را تصویب کرد که بر اساس آن تمام مردان شاغل در مراکز دولتی به جز علمای دینی باید مانند اروپایی ها لباس می پوشیدند. در سال 1310 شمسی دولت قوانین ازدواج و طلاق را تغییر داد. یکی از قوانین تصویب شده در مجلس این حق را به زنان می‌داد که تحت شرایط خاص بتوانند تقاضای طلاق کنند و همچنین حداقل سن ازدواج برای دختران 15 سال و برای پسران 18 سال تعیین شد. اما متأسفانه بازم حق رأی به زنان داده نشد. هرچند رضا شاه موافق تغییر وضع زنان بود، اما منطبق با اهداف و سیاست‌های حکومت خود، سازمان‌های مستقل زنان را تحت فشار قرار می‌داد تا از تقاضاهای سیاسی خود دست بردارند و بر روی فعالیت‌های تحصیلی و رفاهی تمرکز کنند. مخالفت دائمی علما و دولت با فعالین زنان منجر به بسته شدن بسیاری از سازمان‌های زنان شد. در سال 1932 رضا شاه آخرین فعالیت سازمان مستقل زنان یعنی جمعیت نسوان وطنخواه ایران را نیز ممنوع کرد. در سال 1313 شمسی رضا شاه یک سازمان زنان تحت کنترل حکومت به نام قانون بانوان ایجاد کرد. فعالیت‌های رفاهی این سازمان 2 هدف داشت. 1. نفوذ فعالیت‌های سیاسی جنبش زنان را از بین ببرد و 2. تصویری از همکاری زنان در جامعه به نشانه مدرنیتی ایجاد کند که دلیل 2 بیشتر مد نظر رضا شاه بود. رضا شاه قبل از اینکه به سلطنت برسد در سرکوب جنبش‌های اجتماعی از جمله مبارزه زنان نقش مهمی داشت. رضا خان میرپنج در مقام فرماندهی سپاه قزاق که در سرکوب جنبش‌های انقلابی و مترقی مانند جمهوری شورایی جنگل، جنبش آزادیستان در آذربایجان و غیره نقش بسزایی داشت، پس از به قدرت رسیدن و کسب مقام سلطنت سرکوب شدیدتر تمام تشکل‌های مستقل از جمله همه تشکل‌های چپ زنان را آغاز کرد. جمعیت پیک سعادت نسوان در رشت منحل شد و 3 تن از مؤسسان آن خانما روشنک نوودوست، جمیله صدقی و شوکت روستا به زندان افتادند. جمعیت پیک نسوان زنان نخستین 8 مارس را در ایران
تنها چند سال پس از اعلام جهانی آن در سال 1300 در انزلی برگزار کرده بود و علاوه بر انتشار نشریه پیک سعادت فعالیت‌های دیگری همچون تأسیس مدرسه و کتابخانه در کارنامه این جمعیت دیده می شود. حتی تشکل‌های زنانی که از اقدامات رضا شاه حمایت می کردند نیز از سرکوب بی نصیب نماندند. جمعیت نسبان وطن در سال 1311 منحل شد. در همان سالی که میزبان دومین کنگره نسبان شرق در تهران بود و ریاست افتخاری این کنگره را به شمس پهلوی واگذار کرده بود. پس از آن تشکل‌های دستوری مانند کانون بانوان تأسیس و اجازه فعالیت یافتند. کانون بانوان از بودجه دولتی برخوردار و تنها به فعالیت‌های خیرخواهانه محدود بود. در سال 1314 رضا شاه دستور کشف حجاب اجباری زنان را داد، حکمی که تأثیرات منفی جدی بر روی زنان گذاشت. از یک طرف علمای دینی با استناد به این قانون نتیجه گرفتند که جنبش زنان هیچ هدفی را دنبال نمی کنند به جز عریان کردن زنان و نشان دادن بدن آنها در ملأ عام که مخالف سنن و اخلاق اسلامی بود. از سوی دیگر حکومت در اعمال حکم به صورت جدی با وجود مخالفت گسترده مردم و عوام و روحانیون بسیاری از طرفداران حقوق زنان را متقاعد کرد تا از این حکم به عنوان یک عملکرد ضروری مترقی در مقابله با رویکردهای ضد زن روحانیت استقبال کنند. رضا شاه بر اساس شناخت ناقص از نوسازی و همچنین شیفتگی سطحی به تمدن غربی پس از بازگشت از سفر ترکیه و به تقلید از آتاتورک دست به اقداماتی زد که به کشف حجاب معروف گردید. کشف حجاب هیبره دی 1314 باعث واکنش بخش بزرگی از مردم جامعه گردید. حافظه و ذهن تاریخی معاصر ایران نماینگر این است که اگر رشد و تغییر تحولات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی جامعه توأم با تکوین قوانین برابری واقعی زن و مرد، از بین بردن تبعیض، ستم در حوزه عمومی و خصوصی، نیاز به آزادی‌های فردی و اجتماعی در اندیشه، عمل و فضای باز دارد که با هر گونه سیاست قهرآمیز پلیسی و قوانین حاکمیت از بالا و تحمیل آن به زور پلیس و باتوم و شلاق زدن به شهروندان در تعارض و تقابل است. تجربه رضاخان و خمینی که هر دو با سرکوب پلیسی و رعب و وحشت تلاش کردند بی‌حجابی و حجاب را بر جامعه تحمیل کنند با اعتراض عمومی مواجه شدند. بنابراین 100 سال است که زنان ایران برای احقاق حقوق برابر با مردان در حوزه عمومی و حوزه خصوصی مبارزه می کنند. بدون شک برای تحقق برابری هویت و هویت انسانی مستقل و طبیعی زنان و مردان لزوم همکاری، همبستگی و همه زنان و مردان آزادی خواه و برابر ضروری است. نکته مهم در مدت 16 سال سلطنت رضا شاه آن است که با وجود تحولات اجتماعی در وضعیت سیاسی زنان هم از نظر رسمی و قانونی و هم به طور عملی بهبود چندانی حاصل نشد. برای نمونه حق رأی باز هم به زنان داده نشد.
زنان مناصب عمومی به دست نیاوردن و هر گونه تلاششون برای تشکلیابی و مبارزه مستقل سیاسی و اجتماعی ممنوع بود. در نتیجه زنان در نبود جامعه مدنی تجارب لازم را برای فعالیت‌های سازمان یافته و حق طلبی و دفاع از خود پیدا نکردند. دوران سلطنت محمد رضا پهلوی، برکناری رضا شاه از سلطنت در سال 1320 توسط متفقین به دلیل همپیمانی با هیتلر، فضای نسبی آزادی در کشور پدید آمد و آزادی‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی نسبتاً از سر گرفته شد. جنگ جهانی دوم اوضاع جهان و همچنین ایران را تغییر داد. اشغال کشور توسط متفقین و برکناری اجباری رضا شاه از سلطنت باعث تضعیف حکومت در کنترل مخالفان شد و فرصتی را برای توسعه احزاب و سازمان‌های سیاسی فراهم کرد. مجدداً چندین سازمان اعلام موجودیت کردند که برخی از آنها و با نفوذترینشان عبارتند از تشکیلات زنان ایران، حزب زنان، جمعیت زنان. به این ریز سازمان‌های زنان مرتبط به احزاب سیاسی را هم باید اضافه کرد، مانند سازمان دموکراتیک زنان حزب توده، نهضت زنان پیشرو و جامعه ایرانی سوسیالیست، کمیته زنان حزب ملت، نوید آزادی زنان، تحصیلات، حذف چند همسری حجاب باعث پشتیبانی پرشوری از سوی مردان روشنفکری در این دوره، چون محمد حجازی، صادق هدایت، علی دشتی، محمود بهازین، احمد صادق و بزرگلوی از جنبش زنان بود. زنان دوباره در تلاش‌های سراسری کشور فعال شدند و حتی در رویدادهای سیاسی سال 1945 در آذربایجان نقش مهمی ایفا کردند. شرکت زنان جوان در جنبش‌های دانشجویی دانشگاه‌ها یک پیشرفت جدید در این دوره بود. بسیاری از زنان به سازمان‌های دانشجویی پیوستند و در تظاهرات‌های مرتبط با رویدادهای سیاسی شرکت کردند. در سال 1330 شمسی دو فعال برجسته زنان به نام مهرنگیز دولت شاهی و صفیه پیروز با محمد رضا شاه ملاقات کردند و از او خواستار حق رأی زنان شدند. در سال 1331 شمسی مجدداً سازمان‌های زنان دادخواسته‌های متعددی برای جهت تقاضا برای حقوق برابر سیاسی و اقتصادی و به طور خاص اعطای حق رأی به نخست وزیر محمد مصدق، مجلس و سازمان ملل ارسال کردند. در همه حالت‌ها به جهت ترس از علمای دینی پاسخ این تقاضاها مسکوت گذاشته شد. بعد از برکناری دولت مصدق در 28 مرداد 32، محمد رضا شاه خود را در اوج قدرتی دید. او تمامی احزاب سیاسی مستقل از دولت را از بین برد. از آنجا که اکثریت سازمان‌های زنان در سال‌های 1318 تا 1328 به سازمان‌های سیاسی مختلفی مرتبط بودند، فعالیت‌های علنی این سازمان‌های زنان نیز ممنوع شد. اما سازمان‌های زنانی که توسط دولت کنترل می‌شد به حیات خود ادامه دادند. اما در این دوره نیز تقاضاهای سیاسی زنان کناره گذاشته شد. در 20 سال آخر حکومت پهلوی تعداد زنان در مناصب مدیریتی
هرگز بیش از 2.8% مدیران نشد. زنان به موفقیت‌های مدیریتی در محیط‌های مردمحوری منسوب می‌شدند که دارای ساختار و فرهنگ قوی مردسالارانه بودند. بوروکراسی شاهنشاهی یک سازمان مردانه بود که نسبت به تصمیم گیری های مستقل زنان مقاومت نشون میداد. به همین صورت مخالفت با تصمیم گیری های مردان به ویژه در جنبه های سیاسی غیر قابل قبول بود. این فرصت ها و آزادی های اجتماعی همراه با محدودیت ها و تبعیت زنان از مردان بود. در حالی که انتهای دوره پهلوی 333 زن در شوراهای محلی و 24 زن در مجلس بودند، تعداد 323 زندانی سیاسی زن در حال سپری کردن زمان حبس خود در زندانهای ایران بودند. در 7 سال آخر حکومت پهلوی 42 چریک زن جان خود را در اثر درگیری‌های خیابانی با نیروهای نظامی و انتظامی از دست دادند. طی سال‌های 1356 و 57 زمانی که جنبش علیه شاه شکل می‌گرفت، زنان دوباره تبدیل به نیروی اصلی تغییرات شدند. در مقطع انقلاب 57 سازمان‌های جدیدی تأسیس شدند. این سازمان‌ها شامل اتحاد ملی زنان، کمیته اتحاد زنان، سازمان‌های ایرانی جمعیت زنان، زنان عضو جبهه مشارکت ملی، انجمن زنان حقوقدان، جامعه انقلاب اسلامی زنان و جنبش مسلمانان بود. دو سازمان اخیر و علاوه تعدادی از انجمنهای کوچک ولی تأثیرگذار مرتبط با حزب جمهوری اسلامی و دیگر انجمنهای خیریه اسلامی نماینده زنان مسلمان وفادار به جمهوری اسلامی تأسیس بودند. در دوران جمهوری اسلامی در ماهایی که انقلاب 1357 در جریان بود، اتحاد، صمیمیت، یکپارچگی و همدردی بین مردم ایران علیه حکومت پهلوی ایجاد شده بود. تظاهرات‌های میلیونی برای برقراری نام، کار، آزادی بلکه علیه استبداد حکومتی با شرکت دختران، پسران، زنان و مردان پیر جوان با هر گرایش سیاسی، باورهای مذهبی و لباسی برگزار می شد. در آن مقطع موضوع حجاب مطرح نبود، اما وقتی حاکمیت مذهبی و زورگو و ارتجایی دستاوردهای انقلاب مردم را نقش برآب کرد، پدیده حجاب اسلامی اجباری را نیز کشف کرد. تنها 24 روز از پیروزی انقلاب و یه روز مانده به روز جهانی زن، در حالی که حتی قانون اساسی حکومت جدید به تصویب نرسیده بود، به دستور خمینی زنان از ورود بدون حجاب به ادارات دولتی منع شدند. در پی آن آزادی‌های فردی و اجتماعی از زنان و به طور کلی شهروندان ایرانی سلب گردید. حسن روحانی رئیس جمهور قبلی بنابر مستندات کتاب خاطراتش وقتی نماینده خمینی در اداره سیاسی عقیدتی ارتش بود، طرح تحمیل اجباری کردن حجاب در ستاد مشترک ارتش و ادارات و سازمان‌های وابسته را به دست گرفت. او در خاطرات خود در این مستند نوشته است: آنجا 30 زن بودم. پس از گفتگو با آنها قرار شد که از فردا رو با روسری بیایند. آنها که به جز یکی دو نفر همه بی حجاب بودند، شروع کردند به غر زدن و شلوغ کردن.
ولی من محکم استادم و گفتم از فردا تا صبح دژبان مقابل در ورودی موظف است از ورود خانم‌های بی‌حجاب با محوطه ستاد مشترک ارتش جلوگیری کنم. جناب رحمانی ببخشید، من شما 50 دقیقه صحبت کردید، فکر کنید 10 دقیقه دیگه کافی براتون؟ بله فکر کنم. بسیار ممنون. در حقیقت این بار سناریوی رضا شاه علیه زنان به نوع دیگری تکرار شد. اگر رضا شاه از طریق پلیس چادر از تن زن برداشت، پس از حدود 5 دهه این بار خمینی به زور پلیس بر سر زنان چادر گذاشت. اما هر دو سیاست در تاریخ متفاوت دو رویه سکه بود و آن هم بدون تغییرات از پایین و دادن آموزش‌های فرهنگی و اجتماعی مورد نیاز، حکومت‌ها از بالا سیاست‌های خود را به جامعه به ویژه زنان تحمیل کردند. جمهوری اسلامی حتی بیشتر دستاوردهای زنان را که در دوره پهلوی با مبارزه طولانی خود به دست آورده بودند را لغو کرد. حکومت تلاش نمود از زنان مذهبی و سنتی به عنوان سیاهی لشکر در تجمعات و نمایش‌های سیاسی خود استفاده کند. به این ترتیب جمهوری اسلامی از همان اولین بهار آزادی، اولین فتوای خمینی علیه زنان بود. او دستور داد زنان حجاب را در جامعه و محل کار رعایت کنند. خود زنان حدود 1 ماه به این فرمان خمینی اعتراض و اعتصاب کردند. پس از آن سرکوب سیستماتیک زنان آغاز شد و تا به امروز ادامه دارد. اما زنان سکولار چپ تلاش کردند راه‌های دیگری برای پیشرفت خود در پیش گیرند. زنان در دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش از مردان در بسیاری از موقعیت‌ها پیشی گرفتند. امروز بیش از 60% دختران 15 تا 18 سال در دبیرستان‌ها تحصیل می‌کنند. درصد سواد در بین زنان بیش از 80% است. در حالی که در سال 1323 فقط 1% زنان و مردان شاغل دارای مدرک تحصیلات عالی بودند. در چنین روندی همه گروه های زنان از اسلامگرا گرفته تا سکولار، تحصیل کرده گرفته یا بی سواد، پیر جوان شروع به نشان دادن آگاهی خود از شرایط داده و خواستار کنترل بیشتری بر روند زندگی روزمره خود، روابط خود با والدینشان، همسرانشان، فرزندانشان و سایر مردا هستند. در این سالها این آگاهی خود را از جمله با محکوم کردن خشونت علیه زنان، مقاومت در برابر سیاست‌های سرکوبگرانه حکومت و مخالفت با قوانین تبعیض‌آمیز تأثیرگذار بر زندگی زنان نشان داده است. این موضوعات تأثیرگذار بر زندگی مانند حق طلاق، حضانت کودک، وراثت نیز توجه بیشتری دارند. زنان در مقابل هجوم سیاست‌های محدودکننده جنسیتی حکومت وامی‌ایستند. بررسی اجمالی تعداد زنان حاضر در 10 دوره تشکیل مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد مجالس اول، دوم، سوم با 4 نماینده زن کمترین تعداد و مجلس دهم با 10 نماینده زن بیشترین تعداد نمایندگان زن را
در ادوار مجلس دارا هستند. زنان به عنوان نیمی از جامعه ایران تنها 17 نفر زن در دهم دوره تشکیل مجلس شورای اسلامی که رکورددار این حضور است نشان می‌دهد که در مسیر رسیدن زنان ایران به مجلس قوانین نانوشته‌ای وجود دارد که از مجموع 290 نماینده مجلس در بهترین شرایط تنها 17 نفر آنان راهی مجلس شدند. یعنی تنها نزدیک به 6% از مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی زن بودند. این درصد تقریبا هیچ تناسبی با جمعیت زنان و توانایی آنها ندارد و تنها محصول برخی محدودیت ها و خط قرمز هاست. حکومت ایران آمار دقیقی از خشونت های منجر به قتل زنان منتشر نکرده است، اما نتایج یک کار تحقیقی پژوهشی در شهرهای تهران، مشهد، تبریز، شیراز، اهواز نشان می‌دهد که 77% زنان این مناطق در معرض دست کم یکی از انواع خشونت بودند. این پژوهش حاصل کار گروهی از پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی ایران است که وضعیت خشونت خانگی علیه زنان در دوران همگیری ویروس کرونا را بررسی کردند. یافته‌های آنان نشان می‌دهد خشونت علیه زنان جوانتر، کم‌سوادتر و دارای حمایت اجتماعی ضعیف‌تر شایع‌تر بوده است، به طوری که مورد اعمال خشونت بر زنان دارای وضعیت اقتصادی ضعیف تقریباً 4 برابر زنان دارای وضعیت اقتصادی بوده است. من به دلیل ضیق وقت از خیلی از موضوعات میگذرم، یه اشاره هم چند دقیقه به انقلاب زن زندگی آزادی میکنم، بعد بحث رو این بخش رو میبندم. مهسا امینی دختر 22 ساله کرد و اهل سقز بود که در 22 شهریور 1401 توسط گشت ارشاد بازداشت شد و بر اثر ضرب و شتم و آسیب به جمجمه دچار ضرب مغزی شد و در 25 شهریور درگذشت. پس از انتشار این خبر بلافاصله نخستین تجمع در مقابل بیمارستان کسرا آغاز شد. پس از برگزاری مراسم خاکسپاری وی در زادگاهش سقز، در جاهای مختلفی از ایران اعتراضاتی انجام شد. سپس فراخوانی برای برگزاری اعتصاب سراسری از کردستان تا تهران در روز دوشنبه 28 شهریور اعلام شد. صبح روز 26 شهریور پیکر ژینا در گورستان آیچی سقز به خاک سپرده شد. نخستین ویدیو نشان می‌داد که زنان روسری خود را برداشته زمین انداخته و شعار ژنژیان آزادی می‌دهند. سپس ویدیوهای دیگری از سقز نشان داد مردم این شهر بعد از مراسم خاکسپاری مقابل فرمانداری تهران برای دومین روز پیاپی تجمع اعتراضی با شعارهای علیه حکومت در میدان آرژانتین برگزار کردند. بسیاری از کارکنان، کارگران صنایع نفت در اعتراض و حمایت از اعتراضات سراسری دست از کار کشیدند. عمدتاً همزمانی به اعتصاب‌های کارگری با اعتراض سیاسی در سال‌های اخیر کم سابقه بوده. به گزارش یورونیوز اعتصاب به اعتراض کارکنان و کارگران صنعت نفت و پتروشیمی اولین بار پس از انقلاب 57 است که کارگران
به جز مطالبات حقوقی و صنفی خود هنگام با معترضان به کشته شدن مهسا امینی در این ایران شعارهای سیاسی سر دادند. در روزهای بعد این اعتراضات به 31 استان کشور گسترش پیدا کرد. معترضان در خارج کشور نیز در بیش از 150 شهر جهان تجمع اعتراضی برگزار کردند. این انقلاب در هفته های بعد با حضور دانش آموزان، دانشجویان، اعتصاب استادهای دانشگاه، وکلا، پزشکان، هنرمندان، ورزشکاران، نویسندگان، کسبه و بازاریان گسترش و یافت. اعتراضات مردم در همه استانها و بیش از 165 شهر ایران به انقلاب زن، زندگی، آزادی علیه ظلم و ستم 44 ساله جمهوری اسلامی تکامل یافت. انقلابی که بر روز تا به امروز ادامه داشته و بیش از 7 ماهه که ما این انقلاب رو داریم تجربه میکنیم. و میخوام که جنبندی نهایی از رئیس جلسه اگه اجازه بده به آخر جلسه بعد از سوال جواب موکول کنم. و تا اینجا هم خیلی ممنونم که حوصله کردید، به بحثایی که شد گوش دادید. بی نهایت ممنونم، متشکرم. از اینجا به بعد در خدمت شما خواهم بود و از صحبتاتان یاد خواهم گرفت و سوالی بود در خدمتتون هستم. همگی خسته نباشید. ممنون، متشکرم جناب رحمانی. بسیار بسیار عالی بود گذری کردید و گذر بسیار بسیار طولانی 100 ساله‌ای که شاید بیش از 100 سالی که شما کردید در مدت این یک ساعت کار راحتی نبود. خب ما اگر شما اجازه بدید و شما خسته نباشید، مثلا در ساعت بکنم ساعت 1 شب به وقت شماست در استکهلم، برو اگر شما خسته نیستید. نه، نزدیک ساعت 1:45. بله ساعت 2 هستش. من تغییر ساعت خودم چیز کردم، اشتباه کردم. شما ساعتتون رو تغییر دادید. درسته. بله. برو ما معمولا مستقیم به پرسش و پاسخ میدیم. ما به نوبت کسانی که دست بلند میکنن و اجازه میخوان ازشون میخوایم که صحبت بکنن و در 3 دقیقه یا کامنتی دارن بگن یا اینکه سوالی دارن مطرح بکنن و از شما پاسخگو هستید. بسیار خوب. من نمیدونم فرشید زودتر تأسیس کرد ولی روی تصویر من نشون میده که مجتبی زودتر دست بلند کرده. مجتبی جان فرق زیادی نمی کنه. درود به بهرام عزیز. من یه سوال اساسی، خب این تاریخ رو، تاریخ مبارزات زنان رو مطرح کردی که خیلی هم جالب بود. یه سوال خیلی خیلی ساده ای دارم و اینم اینه که آیا این انقلابی که به عنوان زن زندگی مطرح شده مبارزه ضد اسلام هست، یعنی دین اسلام هست، یا یه مبارزه ضد جمهوری اسلامی؟ سوال به نظر ساده ای میرسه ولی اگر کسی بتونه این رو خوب جواب بده فکر میکنم که موفق خواهیم شد که آینده درخشانی داشته باشیم. خیلی ممنون، تاریخچه بسیار خوبی رو مطرح کردیم. تشکر. جناب رحمانی،
خیلی ممنونم مشتبه جان، شما لطف دارین. اول خیلی خوشحال شدم که گفتی سوال خیلی ساده ایه، بعد سوال تو مطرح کردی بسیار پیچیده است و جواب به این سوال مهم خیلی ساده نیست. ولی من تا اونجایی که تعقیب کردم و از شعارها، ما شعارها رو داریم میبینیم، این شعارها رو داریم میبینیم تا کنون همه این شعارها سکولار، برخلاف انقلاب 57 ما شعار اسلامی توش نمیبینیم یا اعتراضات 88. و دوم مسئله اینه که این انقلاب به نظر من علیه اسلام نیست، علیه جمهوری اسلامیه، چون اسلام به عنوان یه باور مذهبی بین خیلی از خانواده های ایرانی وجود داره و وجود خواهد داشت. حتی سازمان های مذهبی در نظر بگیریم، مجاهدین خلق ایران مذهبیه و خب علیه جمهوری اسلامی در جهت سرنگونی جمهوری اسلامی هم تو این 40 سال مبارزه کرده. خب این مبارزه علیه مجاهدین خلق ایران نیست، علیه اون کسی که مذهبیه نیست، این مبارزه علیه کلیت جمهوری اسلامی. منتها این مبارزه تو اونجایی که به خود مذهب برمیگرده، از همین الان مرزش کشیده، مرز باید مذهب کاملا امر خصوصی افراد بشه. دولت آینده برخلاف دولت محمد رضا شاه یا دولت جمهوری اسلامی حق نداره به نهادهای مذهبی از جیب مالیات دهندگان کمک مالی بده، امکانات در اختیارشون بذاره. از همین الان روشنه که دستگاه روحانیت تو ایران دیگه مرد. ما در آینده دستگاهی به اسم دستگاه روحانیت مبخر نخواهیم داشت. اینا هم باید، هم لباسشون باید کنده بشه، مثل لباس آدمیزاد بپوشن و دنبال در اداره کارها سب بکشن، ثبت نام کنن، دنبال کار باشن، دنبال بیکاری باشن. یعنی این دو تا مسئله، یکی که این مبارزه کلن علیه جمهوری اسلامیه، دومی به عنوان یه جنبش سکولار کلن به قول معروف مذهب و در آینده اجازه نخواهد داد که در سیاست دخالت کنه، به ویژه در دولت دخالتی داشته باشه، در آموزش پرورش دخالتی داشته باشه، قوه قضاییه دخالتی داشته باشه، یا مسجد و منبر داشته باشن. دینا هر خزعبلاتی خواستن به خورد، خرافاتی خواستن به خورد جامعه بدن. بنابراین من یه بار دیگه تأکید کنم، این انقلاب علیه جمهوری اسلامیه، علیه کلیت جمهوری اسلامی با همه جناهاش، یه جناهش نیست، و خواهان برپایی یه جامعه سکولار، آزاد، برابر و انسانی، جامعه که دین به طور کامل از دولت جداست و امر خصوصی افراد محسوب میشه و حتی دین و دینداران حق ندارن دختران خودشون را یا زنان خودشون را در محیط اجتماعی محدودتر کنند و جلو آزادی اونها را بگیرند. ممنون. نفر بعدی فرشید مقیمی هستش، تو آنمیوت هستی خودت. بله بله، خیلی ممنون بهرام جان، تشکر از شما که به هر حال این بحث رو آوردین، بحث جالبیه و خوبه که بهش توجه کرد، به خصوص این روزا که صحبت این داستان ها هست که ما در گذشته در بهشت موعود بودیم و این بهشت موعود رو یهو همه رو از دست دادیم و رسیدیم به جمهوری اسلامی. بحث خوبیه که نشون بدیم که تفاوت چندانی بین برداشتن حجاب به زور
با گذاشتن حجاب به زور به اصطلاح وجود نداره. هر دوتاش دوتا شیوه دیکتاتوری هستش که حق آزادی زن رو، حق پوشش زن رو میگیره. و همینطور نمونه هایی رو که شما ذکر کردی در رابطه با دوران محمد رضا شاه کمک میکنه که بگیم که در دوران محمد رضا شاه در واقع رشد نیروهای مذهبی، رشد مذاهب، رشد مساجد، رشد نمیدونم سازمان های مثل حسینیه، ارشاد و غیر و غیره، زمینه های رشد مذهب بود بیشتر و بیشتر و در واقع عقب نشینی به اصطلاح شاه توی اون زمینه ها بود که به اصطلاح می شد دیدش. در مورد این به اصطلاح انقلاب زن زندگی آزادی که تا به حال و هر حال به سمت مثبت پیش رفته، شما یک، آیا این جنبش، این خیزش آیا دارای چیز هست؟ آیا دارای برنامه اقتصادی هست؟ برنامه سیاسی هست؟ چه نوع جامعه ای رو میخواد بنیان بگذاره یا بره جلو؟ و آیا شما این رو بیشتر در مورد جنبشی که از درون ایران به اصطلاح شکل میگیره میتونید این رو ببینید، یا اینکه جنبش های تدافعی دفاعی که در خارج از کشور از جنبش ایران داره صورت میگیره میتونین ببینید؟ خیلی متشکرم. خیلی ممنونم. بفرمایید جناب. خیلی ممنونم فرشید جان. تشکر میکنم از سوالی که کردین. در واقع شما چند تا سوال کردین. یک مسئله این که حکومت گذشته انگار همه چیز داشتیم و خوشی دلمون را زده بود، اومدیم انقلاب کردیم، اون خوبی ها را از بین بردیم، یه بدی را جایگزین کردیم. اولا این نوستالژی خیلی بده. بعدیش اینه که بعض موقع خطرناکه. انسان همش به پشترش نگاه میکنه، با گذشته زندگی میکنه، آینده را نادیده میگیره. این برای رشد هر انسانی خطرناک است. و دوم اینه که به هر رو اون انقلاب 57 خب ماهای بودیم که هممون سن سالمون هم اندازه جوانان امروزی بوده انقلاب کردیم، به خاطر برای آزادی بیشتر، رفاه بیشتر. یعنی تو اون حکومت آزادی نبود، آزادی بیان نبود، آزادی اندیشه نبود. نویسنده ها هر کسی انتقاد داشت و زندان بودن، سانسور حاکم بود، ساواک نفس جامعه رو بریده بود. و به اضافه این که من قشنگ یادم، شما یادتونه، تو از مهرآباد میمدی اونور اکواتان درست میشد، اونور ساختمون های چند طبقه بود، اینور طرف هاشمی یه شیری بود، اونجا زنا می آمدند، اونجا لباس می شستند، آب می بردند. این وضعیت از جنوب شهر فاجعه بار بود. یعنی اون درآمدی که ایران به اون شکل داشته و از دهه 50 از نفت، این درآمد اگه برای رفاه، آزادی جامعه بر رو اختصاص داده می شد، وضعیت خیلی بهرو بهتر می شد. شاید هم از دلش جمهوری اسلامی بیرون نمی اومد. و به اضافه این که جمهوری اسلامی را ما موقعی که می بینیم بحث می کنیم، انقلاب 57 رو سرکوب کرد، به ویژه زنان را، هیولایی که از شیشه بیرون جهید، 44 سال خون می خوره، خون می مکه، خون می ریزه، بازم سیر نمی شه. باید هر پدیده ای را برگردیم به ریشه هاش، برگردیم ببینیم دوره قبل از اون دستگاه روحانیت چه امکاناتی داشت. شما دستگاه روحانیت در دوره پهلوی از روستاها گرفته تا قلب پایتخت دست روحانیون بود، بالای منبر هر آزادی بیان داشتن، آزادی سخنرانی داشتن،
آزادی نشر داشتن و هر چیز دلشون میخواست به مردم، خرافات خورد مردم میدادن. تنها یه تعدادی مثل خمینی و غیره و غیره چیز بود، یه تعداد انگوش شماری از آخونده بودن که به سیاست های شاه اعتراض داشتن و اینها یا زندانی شده بودن یا در تبعید بودن. بقیه به قول معروف آخونده مفت میخوردن، مفت میخوابیدن و زورگویی این جامعه رو خرافی بار میآوردن. برای مثال جوان ایرانی که در دوره رضا پهلوی به 18 سالگی میرسید موظف بود 2 سال بره سربازی. حالا اگه دانشگاه بود حالا 2-3 سال بعد، ولی 2 سال سربازی رو باید میرفت و خب اگه میخواست دانشجوست غیر از شهرستان خودش مرکز استان بره، باید پدر مادرش وضعیت مالی خوبی داشتند بتونه بر اونجا تحصیل کنه، به الا نمیتونست بره. ولی اگه کسی طلبه خونه میرفت از 2 سال سربازی معاف میشد و امکانات مالی و خونه هم در اختیارش قرار داده میشد. بنابراین خیلی روشن جوان ایرانی در دوره رضا پهلوی، سلطنت پهلوی، آخوند 2 سال از جوان ایرانی همسن سال خودش طلبه جلوتر بود، درآمدش بیشتر بود، رفاهش بیشتر بود، امکاناتش بیشتر بود. بنابراین این بحث نوستالژی و بگیم که همه چیز زمان شاه خوب بوده، خب داریم قلوب میکنیم، واقعیت رو نمیگیم یا خودمون رو داریم گول میزنیم. نبود. این یه مسئله. مسئله دوم در مورد این انقلاب زن، زندگی، آزادی. این انقلاب در داخل ایران اتفاق افتاده، منتها برای بعضی ها این توهم وجود اومده چون 57 رهبری انقلاب خارج شکل گرفت و خمینی سوار انقلاب شد، این بار هم این اتفاق میفته. این اتفاق یه بار تاریخی داره میفته. شما اگه میخواییم رهبر تراشی کنیم، اگه میخواییم به اون جامعه امر نکنیم، یه ذره نگاه کنیم به زندانهای جمهوری اسلامی. سپیده قلیان، دختر 24 ساله 25 ساله، دانشجوی خبرنگاری، مدافع کارگران شرکت هفتپه، بارها تو زندان افتاده، سالها زندان بوده، از زندان بیاد بیرون همین جلو زندان شروع میکنه علیه خامنه، علیه جمهوری اسلامی شعار دادن، 2 ساعت بعدم دستگیر میکنن. نرگس محمدی، صدها ما اسماعیل بخشی، این نماینده معلمان، کانون نویسندگان، شرکت هفتپه، کارگران صنایع نفت، به ویژه شورای پیمانی، شورای بازنشستگان، همه اینها را ما نگاه میکنیم، اینها تو این انقلاب و اینا دارن سازماندهی کردن، اینا دارن رهبری میکنن، رهبرم اونا هستن، سازمانده هم اونا هستن، آینده جامعه ایران را اونها خواهند ساخت. به خاطر همین من در سوال قبلی مشتبه جمعه سوالا را نگاه میکنیم، سوالا همه سکولاره، مهاجرانی، زنش خودش تو لندن نشستن تو روزنامه های ایران مطلب نوشتن، نگرانم چرا تو این همه شعار یه شعار مذهبی وجود نداره. مهاجرانی لندن نشسته داره میره این دختره رو دارن مسموم میکنن، کسی مسموم میکنن که این انقلاب زن، زندگی، آزادی رو راه انداختن. حتی اونایی که خارجندم نگرانن. بنابراین جامعه آینده اونطوری که سازماندهی اعتراضات نشون میده و این اعتراضات غیر متمرکزه، شکل شورایی داره و همین شعاری که دارم میگم مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، بس الان که شاه وجود نداره علیه شعار بدم ولی رهبر وجود داره خامنه‌ای، بس بر سر اینه که ما نمیخواییم به گذشته برگردیم، نه حال قبول داریم، ما به شکل شورایی میخواییم جامعه رو اداره کنیم. چرا باید ما قدرتمون رو انقلاب بکنیم
بدیم دست یه حزب سیاسی یا یه رهبری، حالا هر کی باشه، آخوند باشه، غیر آخوند باشه، خارج باشه، داخل باشه، بیاد اون درباره ما تصمیم بگیره. ما خودمون که انقلاب کردیم، خودمون تاکنون 600 نفر کشته داده، 30-40 هزار نفر دستگیر شده، خود قوه قضاییه اعلام کرده که 22 هزار نفر رو آزاد کردن، هنوز آمار دقیقی نداریم، 10 نفر رو اعدام کردن یا روبودن کشتن. بنابراین ما اگه عادلانه فکر کنیم، عاقلانه فکر کنیم، سیاسی فکر کنیم، اون رهبری جامعه داخل ایران، آینده جامعه ایران هم داخل خواهد شد. ما که در خارج کشوریم این ادعا را نداشته باشیم، امنیت زیادی داریم، امکانات زیادی داریم، یه ذره تحصیلاتمون بالاتر از اوناست، فخر فروشی کنیم که ما میتونیم برای اونجا منشور بنویسیم، ما میتونیم برای اونا رهبری، ما در بهترین حالت اگه خلوص نیت داشته باشیم از جریانات چپ تا راست، از همه، از نویسنده روزنامه‌نگار، همه میاییم به قول معروف اون جنبش رو تبلیغ میکنیم، از اون جنبش حمایت میکنه. و من شخصا خودم رو میگم، من که به رو از زمان شاه این مبارزه رو شروع کردم، خودم رو دارم میگم، همنلنم ادامه میدم، خودم رو در بهترین حالت مشاورای این جوانانی میبینم که تو خیابونهای ایران انقلاب سازمان میدن. من در بهترین حالت میتونم تجربه رو در اختیار اونا بذارم. اگه بگم من رهبر اونا هستم، دارم به اونا خیانت میکنم، دارم جنایت میکنم، دارم دروغ میگم. بنابراین رهبری انقلاب داخل ایران، منشور و پلتفرم و آینده قانون اساسی داخل ایران باید تدوین بشه، نوشته بشه، و جامعه آینده هم داخل ایران، جامعه ایران باید به اتفاق هم تصمیم بگیرن چه نوع، آیا حکومت میخوان یا مدیریت شورایی میخوان که اسماعیل بخشی نماینده جوان کارگران نیکش شرکت هفت‌تپه 10 سال این مسئله رو مطرح میکنه و داخل معلم‌ها، داخل کارگرها، داخل روشنفکرها این مدیریت شورایی بسیار بحث مهمیه. اونم این تاکید کنم، مدیریت شورایی با حکومت شورایی فرق میکنه. مدیریت حکومت فرق نمیکنه، چه شورایی باشه، چه جمهوری باشه، چه سلطنتی باشه، چه ملی باشه، چپ باشه، راست باشه. ولی حکومت شورایی اینه که نماینده شوراها از روستاها انتخاب میشه، میره تا دل شهرستانها، میره استان، استانها هم نمایندگانشون میشن شورای مرکزی، شاید مثلا 3000 نفر شورای سراسری ما داشته باشیم و این شورا هم 3000 نفر بین خودشون گروه های کاری اقتصادی، امنیتی، دیپلماسی، تحلیلی، تعقیبی، رسانه‌ای انتخاب میکنن و این کارهای تخصصشون را پیش میبرن. بنابراین ما اگر خلوص نیت داشته باشیم در خارج از کشور، حامی اون جنبشیم، صدای اون جنبش به گوش افکار عمومی جهان میرسونیم، نه اینکه از این راه روی این دولت با اون دولت میدویم و معلوم هم نیست پشت پرده با اون دولت ها چه بدبستانی داریم، به جامعه یه چیز دیگه میگیم و آخر سرم میبینیم که اتحادیه اروپا یه پنجشنبه ای تصویب میکنه سپاه پاسداران تو لیست ترور قرار داده بشه، 3 روز بعدش دوشنبه جلسه هیئت وزیران میگن نه، پاسداران رو تو لیست ترور نمیذاریم. همین الان افشا شده آمریکا داره با جمهوری اسلامی داره مذاکره میکنه بر سر توافق هسته‌ای. بنابراین این دولت ها موظفن با فشار مردم و جوامع خودشون، احزاب خودشون، جمهوری اسلامی را محکوم کنند، از جنبش یا انقلاب زن زندگی آزادی دفاع کنند. ولی بدبستان با این دولت ها باید ممنوع باشه،
پرده پشت پرده توافق با اینا باید ممنوع، انتظار از اینا هم بخونه غیر واقعیه تو این دوره. برای اینا هنوز جمهوری اسلامی مطرح، هنوز جمهوری اسلامی رو سر عقل بیاره، نه اپوزیسیونش. بنابراین این توهم پراکنیه که دولت ها از انقلاب زن، زندگی، آزادی در ایران دفاع میکنه. نه خیر، دفاع نمیکنه. افکار عمومی مردم دنیاست دفاع میکنه و دولت ها مجبور میشن بر اساس پیشبرد منافع خودشون در این جوامع گاه بیانیه‌ای بدن یا اعتراضی به این مسئله داشته باشن. ممنون جناب رحمانی. اگر سعی کنید جواب های ما داری خلاص در بدید ممنون میشیم که جواب بقیه دوستان هم نوبت برسه. جناب امیری شما خودتون آنمیوت کنید. بله، با سلام خدمت جناب رحمانی عزیز و دوستان حاضر در اتاق. لطفا من اجازه بدید با یه زاوی دیگه به این صحبت شما، یعنی دقیقا کامنت دارم، سوال خاصی من ندارم. شما در بله در به اصطلاح صحبت عمدتاً تاریخ رو از زاویه سیاسی نگاه کردید، چون خودتون زمینه‌های ایدئولوژیک دارید، در نتیجه بحث رو از کل جنبش زنان رو از مشروط تا حال از اون زاویه دیدید. از نظر من این یک مقدار اشکال داره، به دلیل این که ما وقتی که به یک جامعه نگاه میکنیم به ابعاد مختلف اون جامعه باید نگاه کنیم. یعنی چی؟ یعنی ما به موقعیت‌های اجتماعی و موقعیت‌های به اصطلاح عمومی جامعه هم نگاه کنیم، غیر از مسائل به اصطلاح سیاسی، یعنی هم اجتماعی هم اقتصادی. ما وقتی که از دوران به اصطلاح مشروطه به دوران پهلوی میرسیم، البته با توجه به این مسئله که اصلا ایدئولوژی رو وارد تاریخ نگاری نکنیم، یعنی ما وقتی که از نگاه از مثلا از دیدگاه تاریخی به مسئله نگاه میکنیم، باید ایدئولوژی رو کاملا کنار بذاریم و به این دلیل وارد اون بحث از جنبه های مختلفش بشیم که مثلا در دوران مشروطه که در پایان دوران به اصطلاح قاجاری بود، اوضاع احوال از نظر اجتماعی و از نظر اقتصادی چطور بود و نیمی از جامعه که زنان بودند آیا از نظر اجتماعی و اقتصادی در چه شرایطی زندگی می‌کردند. یعنی من خیلی کم، اصلا شاید اصلا نشنیدم در بحث امشب بخشی از مسائل اجتماعی و اقتصادی از زمان مشروطه تا پایان دوران حتی پهلوی و حتی در دوران فعلی که اصلا واقعا گفتنش بیشتر مسخ هست تا واقعا بحث کرد در مورد اون، این رو شما به نوعی نادیده گرفتید. باز هم میگم خب مسلماً نقطه استقل شما در ارتباط مسائل ایدئولوژیک بود و این هم قابل درکه که چرا شما مسائل رو از نظر ایدئولوژیک میبینید، ولی مشکلی کاری که به وجود میاد این هست که وقتی که ما این دو بخش رو نادیده میگیریم، اون موقع وارد یک سری حاشیه‌های یعنی کم چیزی میرسیم به اصطلاح به اون میزان توجهی که نیاز هست. مثلا در زمان پهلوی ها، چه در پهلوی اول و چه در پهلوی دوران پهلوی دوم، ما میبینیم که شاید مثلا از نظر سیاسی کل جامعه، نه فقط زنان، ما وقتی که صحبت از مسائل سیاسی میکنیم اون موقع در کل به اصطلاح طیف کل جامعه رو در نظر میگیرید. من به عنوان کسی که واقعا پیشینه به اصطلاح چپ داره ولی الان دیگه نوع طرفدار هیچ نوع ایدئولوژیکی اصلا نیستم، چون واقعا جنبش چپ رو در چه دوره زمینی که واقعا بسیار آدمای پاک باخته و ماهی بودن در دوران زمان شاه، ولی متاسفانه فرهنگ ایدئولوژیک چه فرهنگ چپ باشه چه فرهنگ به اصطلاح مذهبی باشه، هر دو به نوعی مخرب هستن. یعنی وقتی که به بنیادهای اجتماعی اون دوران کمتر توجه میشه و بیشتر جنبه های ایدئولوژی که به اصطلاح مسئله مطرح میشه، یک تناسب به اصطلاح قوای اجتماعی به هم میخوره، در نتیجه حدگیری هایی میشه که شاید در کشورهای که مسائل سیاسی خیلی حاد هستن جهت رو تغییر بده. و دقیقا
چه در دوران مشروطه که واقعا مذهب تا بنیاد به اصطلاح مغز استخونه تمام جوانه به اصطلاح فرهنگ ایرانی بود و حتی در دوران پهلوی هم به اصطلاح فرهنگ مذهبی بود رو ما کاملا اینجا رو نادیده میگیریم و همه رو این شکل میبینیم. این ضربه رو به ما میزنه، یعنی اگر همین جوری با این نوع تفکر پیش بریم هیچ نوع فرقی بین رژیم جمهوری اسلامی و دوران شاه که از ضربه اصطلاح اجتماعی و اقتصادی بسیار زنان مرفع بودند، شاید به قول شما من اسم مثلا فروغ و فرخزاد یا تعداد زیادی از شاعران و نویسندگان واقعا به نامی که در این دوران رشد کردند و حتی شما ببینید در اولین فرصتی که زنان بعد از همین جریان همه پرسی که وقتی خمینی خائن وارد عمل شد چه اعتراضی کردن؟ آیا این اعتراض یک شبه بود یا این اعتراض در دنباله واقعا شرایط اجتماعی و اقتصادی بسیار عالی بود که در دوران پهلوی ها کسب کرده بودند؟ شما این رو نادیده میگیرید، در نتیجه تناسب مسائل به هم میخوره. خب وقتی که وارد جناب امیر لطفا جنبندی کنید. بله بله باش. من فقط یه نکته دیگه مال اون که دیگه اون دنباله میکنم. بخش دوم، شما نسبت به جنبش خارج از کشور باز هم در این زمینه به دلیل این که باز جنبش چپ متاسفانه نه تنها در این 40 سال هیچ کاری نکرد، بلکه دنبال مدام یا بخشی از چپ که از خانم ملیحه محمدی گرفته که از به صلاح از همقطاران چپ هست و دوستان دیگه که متمایل به جمهوری اسلامی بودن، یا تفرق در هماندیشی و همگرایی برای یک به صلاح رشد و به صلاح یه همگرایی در میان به صلاح جریان های اپوزیسیون بشه، متاسفانه چپ بسیار ناتوان بود. در نتیجه اصلا به نظر من در این دوره نه تنها جنبش خارج از کشور رو نباید نادیده گرفت، بلکه باید بسیار بهش احترام گذاشت. باید مبارزات جنبش خارج از کشور رو بخشی از جنبش کل جنبش ایران در نظر گرفت. باید همراه و همگام با جنبش خارج از کشور، چرا که در حال حاضر حتی شما کاملا واقف هستید که تمامیه حتی رهبران جنبش کارگری که شما ازشون اسم بردید همه در زندان هستند و هیچ کس نه جرأت داره، همه جرأت دارن و درود بر همه رفیقان کارگر و همرزمان بزرگ، ولی به معنی که کسی صحبت میکنه جاش تو زندانه. در نتیجه ما باید انصاف بیشتری به خرج بدیم در ارتباط با انگیزه و نوع مبارزات اجتماعی و سیاسی که ما داریم و قدر بیشتر بگم. بله من جان معذرت میخوام از اینکه پر حرفی کردم، ممنون از همین شما، فقط میخواستم اینو بگم. خیلی ممنون. فقط من این رو فکر بکنم که ما امشب بیان بررسی جنبش چپ و نیروهای چپ رو نداریم. لطف کنید در مورد موضوع بیشتر صحبت کنید که مسئله زنان در طول 100 سال اخیر هست. حالا اگر شما میخواید خود سخنران رو بررسی بکنید، میتونید در جای دیگه بررسی بکنید. جناب رحمانی بفرمایید. خیلی خلاصه ما چند نفر من خیلی اولا این دوستمون از عدالت صحبت کردن، آخر سر گفتن که چپ تو 40 سال گذاشته هیچ کاری نکرده و تازه خیلی هم بد کار کرد. من سوالم اینه که بهرجو شما که چپ رو داریم میگین هیچ کاری نکرده، لطفاً بگین اون نیرویی که کار کرده یه اسمی ببرید. چپ با تمام کمبوداش تو این 40 سال گذشته همیشه این چپ ها بودن که زمستون تابستون جلو سفارتخونه ها خیابونا از حق پناهنده دفاع کردن، سرنگونی جمهوری اسلامی رو خواستن و تلاش کرد در حد توان خودشون. از ایدئولوژی صحبت کردم، من ایدئولوژی ندارم، ایدئولوژی را مذهب میدونم. اگه شما ایدئولوژی دارید من نمیدونم، من ندارم. ایدئولوژی اونه که عوض نمیشه، منجمد میشه، کسی نمیتونه آیه قرآن رو کسی نمیتونه عوض کنه، فتوا رو کسی نمیتونه بشکنه. این ایدئولوژیه.
ولی شما اگه چپ و مارکسیسم و ایدئولوژی دارین میگین، این علم رهایی بشر میتونه، اگه مارکس 180 سال پیشتر مورد سرمایه‌داری بحثی کرده یا کاپیتال اون موقع وان فاکتورا نوشته اونو دیده بود. مارکس نمیدونم این هواپیمای بوئینگ و قطار و اتوبوس و اینا رو ندیده بود. الان اگه زنده بود میخواست کتابشو بنویسه با پیشرفته ترین مسائل اقتصادی شروع میکرد. بنابراین مارکسیسم یا علم رهایی بشر با شرایط زمان، با پیشرفت تکنولوژی، اقتصاد، آگاهی سیاسی جلو میره. اون مذهبه که ایدئولوژیه. این یه مسئله. مسئله دوم اینه که بهرو شما از افتخارات دوره حکومت پهلوی گفتید. افتخارات حکومت پهلوی، من نمیدونم شما بهرو کدوم افتخارات، من صحبتم اشاره کردم، شما تو خود دل تهران هر چقدر به جنوب تر میرفتی ویرانه بود، حلبی آبادا بودن، هنوزم بدتر شدن. خب این چه اقتصادی بود که یه بخش جامعه فقیر و فقیرتر بشن، یه بخش غنی و غنیتر بشن؟ خب اون انقلاب از دل اروپا، من عرض کردم خدمتتون، از خوشی مردم نبود که بیان رفاه دارن، آزادی دارن، بیان انقلاب کنن. چرا؟ چرا تو غرب اینجوری نمیشه؟ چرا کشورهایی که به قول من شما از حکومتی دیرون حرف میزنین که هیچ حزبی اجازه فعالیت نداشت؟ شما را رجوع میدم به صحبتهای خانم اوریانا فالاچی در سال 1974 با محمد رضا پهلوی در مورد زنان، آزادی زنان بحث میکنه. این برمیگرده میگه که حتی بهترین آشپزهای دنیا هم زنان نیستن. اینو اعلیحضرت معینه میگه. حتی برمیگرده در مورد مسئله اعدام میپرسه، میگه بله کمونیستا تروریستن، ما اعدام میکنیم، دموکراسی غربی رو ما نمیخوایم. همون حرفو داره میزنه. میگه خمینی این حرفو نزده، شاه به قدری خرافی مذهبی بود که به اوریانا فالاچه میگه دو بار برای من وحی اومده، یه بار تو خواب علی رو دیدم تب کرده بودم، من تبم خواب، یه بار داشتم پرت میشد. خب اینا رو شاه با اوریانا فالاچه در میون گذاشته. اینا نه ادعای من نه ادعای شماست. بنابراین خواهش میکنم موقعی که داریم صحبت میکنیم واژه‌ها رو هم سر جاش بذاریم، هم تاریخ سر جاش بذاریم. به الا گفتن این که من بگم گذشته بد بوده، شما بگی خود بوده، هیچ دردی را دوا نمی‌کنه. من اول تاریخ را به همون شکلی که هست باید بحث کرد. و به اضافه ایدئولوژی من چه ربطی داره؟ من مگه اینجا بحث ایدئولوژی کردم؟ بحث را چپ کردم؟ بحث 60 سال تاریخ ایران را از زاویه جنبش زنان توضیح دادم. قرار نبود من شرایط اقتصادی کارگران را توضیح بدم، شرایط نمیدونم رشد سرمایه داری چقدر بوده نبوده، در حد معمول که به یه بحث سیاسی. و به اضافه اینکه این بحث سیاسی بحث من نیست، جامعه ایران به دلیل اینکه همه چیز ممنوعه، شما هر حرفی بزنی سیاسی محسوب میشه. شما چه جوری داریم میگیم بحث سیاسی میکنه؟ من بحث سیاسی میکنم دیگه، نگفتم که بحث خصوصی دارم میکنم. خیلی ممنون بهرو، این بحثی که تذکر رئیس جلسه هم درست بوده. اینجا اصلا بحث بر سر چپ و راست نیست، بحث بر سر اقتصاد ایران نیست، بحث بر سر مذهب و غیر مذهب نیست، بحث بر سر جنبش زنانه و انقلابی که امروز تحت عنوان زن، زندگی، آزادی در جریان هست. خیلی ممنون. ممنون جناب رحمانی. شما خودتون رو آمیوت کنید جو دادن. آقای رحمانی متشکرم از سخنرانیتون. این شعار زن زندگی آزادی برآمده از اندیشه های عبدالله اوجالانه و محوریتی که او در پنج مانیفستی که نوشته برای جنبش زنان و حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی قائله در طول تاریخ. میخواستم از شما سوال کنم که آیا انقلابی رو در دنیا سراغ داریم که بدون یک فکر و اندیشه
منسجم شکل گرفته باشه و مانیفست مشخصی نداشته باشه، چون با توجه به اونچه که در افکار عمومی میبینیم کتاب های آقای اوجالان و نوشته های او اغلب در ایران ناشناخته هست و بیشتر مردم آشنایی با این تفکرات ندارن. اگر که اینو توضیح بدید خیلی متشکر میشم. بله، این اوجالان که میدونین حدود 24 سال رهبر سابق حزب کارگران کردستان پکک در زندان فوق امنیتی امیرعالی حومه استانبول زندانیه و تنها زندانی هم است تو اون جزیره 24 سال و الان این 3 سال اخیرم کسی از سرنوشتش به درستی خبر نداره، ولی ایشون تو زندان حدود 100 تا کتاب نوشته و دلیلش هم اینه که تو تا 3 سال پیش دولت اردوغان مجبور شد برن تو زندان با اوجالان مذاکره کنن که پکک مبارزه مسلحانه رو تموم کنه و بتونه آرای مردم کرد ترکیه را بگیره برای حزبش، و تو اون دوره وکلایی که اوجالان رو میدیدن نوشته هاشون رو بیرون می آوردن، حتی بیانیه هایی که میداد تو دیاربشت یا عامه 1 میلیون نفر جمع می شد اینا رو گوش. تو اون دوره دولت اردوغان بعدن فهمید سرش کلاه رفت، با اندیشه های اوجالان یه حزب سیاسی به اسم حزب دموکراتیک خلقاه تشکیل شد و این حزب در اول انتخابات با 100 تا نماینده وارد مجلس شد، الانم تو مجلسه. و تا اونجایی که به مسئله زن زندگی آزادی برمیگرده، بله تو فلسفه اوجالان بوده و برخلاف کسی که مثل آقای امیر طاهری میگه، اینو ما سال 56 این شعار رو تو کنگره حزب رستاخیز تو اصفهان دادیم و این شعار 2000 در واقع حدود 20 سال پیش تو کردستان عراق سر داده میشه و الان 12 سال این شعار اصلی روژاواز کردستان سوریه و 2018 تو کن یه فیلم کردی نشون میدن، گلشیفته فراهانی بازی کرده، گلشیفته به عنوان رهبر کرداست اونجا این شعار رو مطرح میکنه، زن زندگی آزادی رو تو کن، جشنواره کن. و بعدش هم تو ایران اولین بار در واقع موقعی که مهسا را به خاک میسپارند اونجا این شعار داده میشه، بعد از اون این شعار میشه شعار جهانی، به خاطر اینکه این شعار مانیفستش تو بطن خودش وجود داره، زن به عنوان نصف از جامعه بشری که تاکنون حتی تو مدرن ترین کشورام سرکوب شده است. من تو استکهلم زندگی میکنم، تو سوئیس زندگی میکنم، تو یه کار برابر دستمزد مرد نسبت به زن حدود 1000 کرون بالاتره و خب برابری را از زاویه پارلمان چند تا مرد زن وارد شد میبینن، نه از زاویه اینکه زن کارگر با زن کارفرما یا زن بیکار با زن شاغل چه تفاوتایی داره در مورد این مسئله. تونجایی که زندگی برمیگرده، زندگی شامل همه انسان ها میشه، بحث از زندگی داریم میکنیم، یعنی زندگی شرافتمندانه، زندگی خوب، زندگی که بتونم من روپای خودم بایستم، بتونم بچه هامو به درستی آموزش بدم، خونه خوب داشته باشم، ماشین خوب داشته باشم، آزادی هم باز شامل همه میشه. یعنی میخوام بگم این شعار که به اسم انقلاب زن زندگی آزادی مرد شده، مانیفست خودش رو در درون خودش داره و به اضافه این که خب این تدوین یه قوانین نهایی دولت آینده، این قطعا شما بهتر میدونین واگذار میشه به حقوقدانها، به جامعه شناسان به که اینو تدوین کنند و این باید به آرای عمومی گذاشته بشه. و در مورد انقلابم، من هیچ انقلابی رو نمیشناسم که
واقعا بدون فلسفه انقلاب روی داشته باشه. انقلاب اینجوری نیست یه حزبی دستور بده انقلاب داره میشه، یا یه نفر دلش بخواد یا مردم دلش بخواد. انقلاب و در واقع دولت ها وجود میارن. دولت ها اونقدر مردم رو سرکوب میکنن، اونقدر آزادی هاشون رو محدود میکنن، اونقدر وضعیت اقتصادشون رو بد میکنن که اکثریت اون مردم به این نتیجه میرسن این دولت به درد ما نمیخوره، بنابراین باید دست به انقلاب زد. موقعی که کشورهای اروپایی از طریق انتخابات میتونن تاثیر خودشون رو بذارن، تو کشورهای دیکتاتوری مثل ایران انتخابات معنی نداره، باید انقلاب بشه. به خاطر همینم هر انقلابی فلسفه خودش داره و فلسفه انقلاب کنونی ایران هم در شعار محوری اون زن زندگی آزادی میشه اینو تحلیل و تفسیر کرد. ممنون جناب دکتر ناظر. خیلی ممنونم فرامرز جان. جناب امیر بهرام رحمانی، خیلی خیلی خوش آمدید. اولین بار که شما اینجا بودید راجع به ترکیه صحبت کردید. اخیراً انتخابات ترکیه داره صورت میگیره و شما فکر کنم به دنبال مسائل ترکیه هستید، که اگر من اعتقاد دارم انتخاباتش تعیین کننده است در خاورمیانه. امیدواریم که این انتخابات اگر صورت گرفت دعوتی از شما بشه که در مورد مسائل ترکیه صحبت کنید. اما برگردم به بحث جنابالی. جناب امیری، من از من هم میخوام مثل دوست امیری از یه زاویه دیگه به بحث سخنرانی شما برخورد کنم. ببینید، شما نمیتوانید، یعنی من نمیتوانم بحث بکنم در مورد یک شرایط تاریخی بدون آن که نقش دولت رو ببینم. حالا دیدن نقش دولت مهم بودنش در کجاست؟ در اینجاست که متوجه بشیم که در چه جامعه‌ای ما داریم حرف میزنیم. اگه در یه جامعه غربی داریم حرف میزنیم، خب نقش دولت متفاوته از نقش دولت در یک جامعه عقب افتاده، یک جامعه مثل جامعه ما. بنابراین این تعریف، این دانستن نقش دولت از اهم وظایف یک نفر است که میخواد تحلیل تاریخی بده، چون دولت بخشی از تاریخه، به خصوص در کشورهای عقب نگاه داشته شده بخش از تاریخه، تاریخ سازه. خب اگر با این روشی، با این بحث جلو بریم، تاریخ سازه، بنابراین وقتی وارد بحث میشیم، میایم تو جهان سوم، نحوه به وجود اومدن تاریخ رو تا دولت رو بوده بررسی باید قرار بدیم. شما که قبلا، حالا نمیدونم مارکسیست هستی یا نیستید، به هر حال میدونی که تاریخ یعنی بحث شرایط مادی جامعه، شرایط مادی جامعه، علتهای مادی که یک واقعه به وجود میاد. خب حالا با در نظر گرفتن این، در یک کشور عقب افتاده دولت چگونه به وجود میاد؟ حالا این دولتی که به وجود میاد میخواد یک سری حرکاتی رو انجام بده، با یک دولتی که در یک جامعه جلو رفته است کاملا متفاوته. در جامعه پیشرفته جامعه مدنی است که حرکت جامعه رو به جلو میبره، ولی در جامعه عقب افتاده جامعه مدنی غایبه، غافل نیست. آنچه که هست اهمیتش، یعنی گنجایشش بیشتر از جامعه مدنیه، وسعتش هم بیشتر از جامعه مدنیه، جامعه حوزه سیاسیه که دولته. نقش مهمی رو دولت به عهده داره. چرا نقش مهمی رو دولت به عهده داره؟ بخواد که جامعه قادر نیست حرکت بکنه، احتیاج به کمک داره. من چند تا مثال برای شما میزنم، بگید اینایی که مثالایی که من میزنم با از نظر کیفی، از نظر بحث من ارتباطی نداره. دولت در کشور کره جنوبی، دولت در سنگاپور، دولت در آلمان، دولت در ژاپن، دولت در برزیل، تمام این دولت ها که به وجود اومدن از بالا
شروع کردن به اصلاحات، چون جامعه قادر نبود. تنها کشوری که قادر بود از پایین اصلاحات بکنه انگلستانه. بقیه کشورها اکثرشون از بالا نقش دولت اومده سر کار، یک دولت اتوکراتیکه تعریفشه، میاد میخواد اصلاحات کنه از بالاست. آنچه که میخواد از بالا انجام بده با مخالفت روبرو میشه، با مخالفت روبرو میشه. وقتی با مخالفت روبرو میشه، اگر این دولت حامل خروجی سیاستش در جهت مدرن کردن جامعه است و با مخالفت بخش قشر سنتی روبرو میشود، آیا می چگونه باید عمل کند؟ شما مارکسیستای اخلاقی، آقا ول کن، برو دو دستی اینا رو بگیر، شوید بهشون تربیتشون کن، تدریسشون کن، معلم و فلانشون کن. اینا رو یدی میگن نه آقا نمیشه، شیوه دیگه رو انتخاب میکنن. ممکنه اون شیوه دوم مورد بحث من شما قبول نباشه، ولی مهمترین چیزی که برای شما مهمه به عنوان یک تحلیلگر، خروجی سیاست این دولته. آیا این خروجی در جهت مدرن کردن جامعه هست یا نیست؟ شما چگونه میخواین یک جامعه رو مدرن کنین که زنانش در اون جامعه بتوانن مدرن باشن؟ در جامعه عقب افتادن میگم. نتیجه لطفا جمع بندی. چشم، من تازه داشتم میگفتم چی بگم، تازه گرم شد. به حال جناب بهرام رحمانی، مشکل ما اینجاست. شما یک صحبتی میکنید، میخوام اینجا نوشتم این رو، میگید که دولت جمهوری اسلامی بعضی از اصلاحاتی هم که زمان پهلوی صورت گرفت اونا رو هم داغون کرد. از یه طرف میگید به آقای امیری میگه کدوم اصلاحات، از یه طرف این حرف رو میزنید. آقای بهرامی به عنوان یه مارکسیست، مارکس به سرمایه‌داری مانند یه سکه نگاه میکرد، روی منفی و روی مثبت. شما همه چیز رو منفی گرفتید، از بعد از مشروطه تا اومدن زن زندگی آزادی همه منفیه، تمام منفی دیدید. و وقتی هم که میخواید تحلیل بدید از اینکه جامعه ما اینها دیکتاتور بودن، رجوع میدید ما رو به جنوب شهر. شما توقع داشتید در این مدت ما بتونیم بشیم پاریس؟ این دموکراسی در انگلستان از قرن 12 شروع شد تا گلوریوس ریولوشن قرن 18. اینجاست که به نظر من عجله کردن تو بحثا، نادیده گرفتن بخش های تاریخی جامعه، صرف به کار بردن نظرات خودمون در تحلیل تاریخی، ما رو به جایی نمیرسونه. من معتقدم که شما در این بحثایی که میکردید، منم مانند آقای امیری معتقدم شما خیلی نظرات خودتون رو خیلی به کار بردی. اصلا من ندیدم من یه چیزی رو که بگم این سکه روی دیگه مثبت این جریانات از انقلاب مشروطه به بعد تا الان چیست. میتونم من بگم انقلاب زمان خامنه ای به اصطلاح خیلی همین شرایط فعلی خیلی منفی همه چیزش، ولی به هر حال نتیجه ممنون. معلومات تموم کرده قربان. ممنون از شما. در خیلی ممنونم دکتر ناظری. حتما به گفته شما این انتخابات ترکیه که قرار ماهمی بشه بسیار مهمه. امیدوارم این دولت 20 ساله مذهبی اردوغان سرنگون بشه و اون احزابی که 6 حزبی که ائتلاف به وجود آوردن، قولهایی دارن که قوانین را به سابق برگردونند، یعنی از اردوغان اومد قانون اساسی را تغییر داد، از دموکراسی پارلمانی تبدیل کرد به رهبری فردی، تمام اختیارات را داد به رئیس جمهور، اینو برگردونند و
زندانیان سیاسی آزاد بشن، اوجلان آزاد بشه. امیدواریم که وضعیت به جای کشمکش با یونان و مدیترانه و دخالت در جنگ داخلی لیبی و سوریه و غیره برگرده، تمام اون امکانات به رفاه داخلی کشور. ولی من در مورد این بحثی که داشتم، بحثش خیلی روشن، وضعیت زنان از انقلاب مشروعیت تا به امروز. خب من نقطه به نقطه تا سال به سال، حکومت به حکومت سعی کردم در اون وقت محدود نشون بدم که تلاشی که خود زنان مبارزه کردن و دولت ها این مبارزات همگی سرکوب کردن. دولت رضا شاه سرکوب کرد، تشکلهای زنان را از بین برد، حق رأی به زنان نداد. دولت محمد رضا پهلوی سرکوب کرد، جمهوری اسلامی هم که بدتر از اونها 44 ساله داره سرکوب می کنه. می خواهیم بگیم دولت از بالا به گفته شما می خواد مدرنیته را به جامعه اعمال کنه، جامعه نمیدونه. من شما را رجوع میدم این گفته شما در مورد دوران مصدق و کودتای 28 مرداد چه رابطه‌ای میتونه داشته باشه؟ آیا مصدق در مقابل این مدرنیته که شاه آورده بود ایستاده بود؟ این کودتای 28 مرداد چه نتیجه برای جامعه ایران داشت؟ جامعه ایران را کودتای 28 مرداد ده ها عقب برد. و بحث اصلاحات اونجایی که ما شاه برمیگرده، خب در یه سری زمینه ها اصلاحاتی به وجود آورد، ولی این اصلاحات بدون اینکه پایگاه اجتماعی براش درست بشه، بدون اینکه آزادی بیان وجود داشته باشه، بدون اینکه آزادی احزاب وجود داشته باشه، بدون اینکه آزادی برابری زنان وجود داشته باشه، اینا نتیجه نمیده. هیچ جا نتیجه نمیده. جامعه میتونه به آزادی برسه که به معنای واقعی برابری زن و مرد به رسمیت بشناسه. خب من عرض کردم خدمتتون، حالا گفته های من به کنار، شما گفتگو با تاریخ کتاب اوریانا فلاچی را مطالعه کردین، حتما میدونید. و از طرف دیگه بحث مسئله مدرنیته، همین من این مثال رو زدم، رضا شاه میره یک ماه مهمون آتاتورک، میبینه زن ها اونجا آزادن، ولی توجه به این نمی کنه که امپراتوری عثمانی یه سرش مصر بوده، یه سرش اتریش بوده، اروپا بوده، اصلا آزادی زن ها تو اون جامعه وجود داشته. آتاتورک این آزادی را اعلام نکرد، ولی رضا شاه برگشت با زور پلیس چادر از در زنان بکشه. رضا شاه برمیگشت تشکل‌های زنان را اگه آزاد میکرد، رسانه‌های زنان آزاد میشد، اینا خودشون داشتن تبلیغ میکردن آقا حجاب به ضرر انسان، چند همسری به ضرر انسان. و به خاطر همین اینا رو ما سرکوب میکنیم، میگه مدرنیته، دولت میخواد مدرنیست بیاره. این چه مدرنیست؟ بنابراین من فکر میکنم که نقاط مثبت منفی را من سعی کردم اون اول صحبتم تاریخ توضیح بدم. تاریخ باید اونجوری که هست باید توصیف کرد. تاریخ شناسنامه هر جامعه است. تاریخ ما رو مسئله معروفی هست، میگن گذشته چراغ را آینده است. ما اگه گذشته را درست توضیح ندیم، آینده را نمیتونیم درست توضیح بدیم. بنابراین خب و به اضافه این که ما موضوع بحث هم باید توجه کنیم، موضوع بحث در مورد چه چیزیه. من و شما میتونیم 4 ساعت اینجا در مورد اقتصاد ایران صحبت کنیم، نقش دولت صحبت کنیم، ولی بحث اساسا در نقش دولت نیست، بحث بر سر مسئله زمان. خیلی ممنون. متشکرم. از فریزه جان شما آنمیوت کنید خودتونو. بله خیلی ممنون. خیلی ممنون آقای رحمانی از بحث شما. ببینید درسته که این بحث امشب درباره چپ نیست، ولی شما
کاملا از دید یک فرد ایدئولوژیک به مسئله حقوق زنان از مشروطه تا رو نگاه کردید. شما در آخرش گفتی که هدف ما ایجاد یک حکومت شورایی هست. خب مگه آیا به شما اطلاع ندادن بزرگترین حکومت شورای دنیا اتحاد جماهیر شوروی بود که فرو پاشید دیگه؟ از اون بهتر خب ما چرا بیام شکست های دیگران رو تکرار کنیم؟ به خاطر که حزب توده اینو دوست داره، آخه این چه کاریه؟ بعدش هم شما دارید در مورد تاریخ یک دورهی صحبت بکنی که من جز اون تاریخم، من در اون زمان زندگی کردم، من مادرم، مادر بزرگم. خب ما میتونیم زمان شاه چقدر زنها آزادی داشتن دیگه، اینو یک چیز محسوسیه برای ما دیگه. اینو انکار کردن واقعا به کلی دور از انصافه. اصلا حقوقی که ما داشتیم در زمان شاه قابل مقایسه نیست. به محض اینکه خمینی اومد، همین خمینی که حزب توده وقتی که اومد، حزب توده میگفت خلخالیش نماینده من از کاندیداتوری خلخالی دفاع میکنم که بره توی مجلس، این خمینی که اومد، به محض اینکه اومد من چمدونامو بستم که برم. یعنی انقدر وضع زنها تغییر کرد یک شبه وقتی خمینی اومد. شما چطور میتونی بگی خب آریان رفالاچی من کتابشو خوندم؟ اتفاقا دو دفعه من کتابشو خوندم. مصاحبه باربارا والترز هم هممون گوش دادیم. هر چیزی رو باید میدونی با شرایط اون جامعه سنجی. شما مثلا میگی که نه اینایی که اومدن مثلا دارن در خارج میخوان مثلا جنبش زن زندگی آزادی رو رهبری کنن، اینا نماینده های مردم نیستن. سپیده قلیان نماینده مردم ایران، اسماعیل بخشی. من میدونم هر دوی اینا به شدت ضد رضا پهلوی هستن، ولی من طرفدار رضا پهلوی هستم. من وقتی که به حرفای رضا پهلوی گوش میدم واقعا هیچ نقطه ضعفی در حرفاش نمیبینم. بعدش هم اصلا در مورد این شخص نباید قضاوت کرد که این چون پدر بزرگش رضا شاه بوده، چون پدرش محمد رضا شاه بوده. نه، این خیلی به سراستان آزادیه و اصلا به دنبال ایجاد یک حکومت شورایی نیست. و اتفاقا در ایران هم پژواک صداش خیلی میره، خیلی از جوان ها. من با هر کسی که در ایران صحبت میکنم میگن که این خیلی طرفدار داره. یعنی میدونی علت این که طرفداران مشروطه فعلا نمیخوان دو دستگی ایجاد بشه، تفرقه ایجاد بشه، برای اینکه میدونیم اگه پیروز بشه و یک رای گیری تحت نظر سازمان ملل انجام بشه، مشروطه خواها میبرن و اونهایی که حکومت شورایی میخوان 5% هم نیستن در جامعه. حتی کسانی که بارها نظر سنجی شده، درسته که ما باید از حق اسماعیل بخشی دفاع کنیم وقتی به زندان میفته، از حق سپیده قلیان به عنوان یک انسان دفاع کنیم، چون در هر صورت درسته چپ هستن و دائما هم میان توی توییتر به رضا پهلوی فحش میدن، ولی بالاخره انسانن. شما هر نظری داری، خب من باید از حق شما دفاع کنم. حق داشته باید حق داشته باشی بیان اینجا دعوتت کنن، حرفاتو بزنی، حتی اگر من باش مخالف باشم. ولی ببین، یک مطلبی رو نباید فراموش کنی. طرفداران رضا پهلوی در ایران بسیار زیادن و طرفداران افرادی مثل اسماعیل بخشی و سپیده قلیان اصلا زیاد نیستن. اصلا هیچ نقطه ضعفی در حرفای رضا پهلوی نمیتونی پیدا کنی وقتی که شروع میکنه به حرف زدن. و قضاوت هم نباید دربارش کرد که مثلا این چون پسر اون بوده. و ما خودمون هم میدونیم، بالاخره من در اونجا، من 16 سالم بوده وقتی انقلاب شده، من میدونم که مادر بزرگ من و مادر من چه حقوقی در جامعه داشتن به عنوان دو زنی که در از طبقه متوسط بودن. آیا مادر من وقتی که میخواست بره سفر خارج باید پدرم براش گذرنامه‌شو تایید میکرد؟ آیا پدر من بعد اجازه میداد از ایران خارج بشه؟ نه، هر وقت دلش میخواست میرم. هر شغلی که دلش میخواست میتونست داشته باشه. مادر من جزء، ببین، وقتی که نظام، مادر من دبیر بود، وقتی که نظام آموزشی عوض شد، این جزء 50 دبیری بود که در رشته فیزیک جمع شده بودن کتاب‌های درسی دوران تحصیلات جدید رو مرور کنن و تصحیح کنن. این هر سال توی یکی از دانشگاه‌های ایران
دعوتش میکردن، دو ماه ما را میبرد و به همین باعث شد که من خیلی از شهرهای ایران رو ببینم و خیلی همون خوش میگذشت و واقعا با همکارای زن مرد خودش سر همه مسائل بحث میکرد، اصلا هیچ محدودیتی نداشت. آخه ببین یک چیزایی رو یک واقع به شما اگه در مورد تاریخ 200 سال پیش صحبت میکردی و میگفتی که آره این چیزا وجود نداشته، این زنها این آزاری را داشتن، ما میتونستیم قبول کنیم، ولی شما در مورد تاریخی که مادر من زندگی کرده، من زندگی کردم، مادر بزرگ من زندگی کرده داری صحبت میکنی و اینا رو داری منکرش میشی به خاطر که یک ایدئولوژی خاصی داری که اون ایدئولوژی بر ضد خاندان پهلوی بود. ممنون فیروزه جان. جناب رحمانی بفهمید. خیلی ممنون خانم فرح، اگه اشتباه نکنم. نه خانم فیروزه است. بله فیروزه است. خانم فیروزه، من اینجا یه اسم دیدمش. خانم فیروزه خیلی ممنون. بهرو شما دارین میگین شوروی از هم پاشیده، شوراها تمام شده، دیگه همه میدونن، ولی شما در این حال تاکید میکنین 44 سال پیش حکومت پهلوی سلطنتی پاشیده، دوباره میخواین اون احیا کنه. این یه تناقضیه. نه اون شوروی شوراها بود. خود من یکی از منتقدین همیشه شوروی بودم با جریانی که کار کردم و اونجا را اصلا سوسیالیستی ربط به کارگر و اینا نداشت. تفاوتی که شوروی با جهان غرب داشت این بوده که اونجا کارگر حقوقش رو دولت میداد، جهان غرب بازار آزاد بود، سرمایه‌داری دولتی با سرمایه‌داری آزاد، ولی اونجا هم کارگر استثمار میشد، اینجا هم استثمار میشد. و داری حزب توده رو داریم میگین، حزب توده رو من از شما خیلی بیشتر منتقدش بودم، هستم. از همون اول انقلاب حزب توده جریانی بود که با جمهوری اسلامی همکاری کرد تا سال 62، خودش هم قربانی اون همکاری‌ها شد. الان هم حزب توده شورا نمیخواد، حزب توده همون جریان استالینیست رو میخواد که بنده منتقدشم. در مورد مسئله آزادی، بله شما درست میفرمایید، شما کسی بهتون به زور چادر سرتون رو آخر نکرد و خب مادرتون آگاه بود، معلم بود، ولی بحث موقعی که ما آزادی در یه جامعه رو داریم صحبت میکنیم، آزادی فقط این نیستش که من یه شغلی دارم یا لباسم دخوا، آزادی اینه که من بتونم کتاب ما منتشر کنم، حزب درست کنم، تلویزیون داشته باشم، رادیو داشته باشم، اجازه اعتصاب داشته باشم، اعتراض داشته باشم. موقعی که همه اینا سرکوب میشه، سر از زندان در دیکتاتوری تبدیل میشه. و منم در مورد رضا پهلوی که میخواد قدرت بگیره نگیره هیچ صحبتی نکردم. و شما آزادین، حق آزادی بیان میتونه، رضا پهلوی هم همینطور، ولی شما میخواین حکومت پهلوی رو احیا کنیم، باید اون مشکلاتی هم که درست کرده برای جامعه بپذیریم. نمیتونیم بگیم که ما وارث اون سلطنت هستیم، میخواییم این احیا کنیم، ولی اونا هر بلای سر جامعه آوردن ربطی به من نداره. مگر اینکه من برگردم بگم منم اونا رو نقد دارم بهشون، من اگه بیام یه جامعه دیگه ای درست میکنم. و بنابراین من رضا پهلوی طرفدارانش مثل شما رو آزادی بیانتون میدونم، آزادی فعالیتتون میدونم، سلطنت رو بتونین احیا کنین. و در این حال من اینو شدیداً حق طبیعی خودم میدونم که منم آزادی بیانمه که هر جریانی رو خواستم بهرو نقدش کنه، شما منو نقد کنه. بنابراین اینجا ما اصلا بحث شما، این بحث رو دارین تبلیغ سلطنت رو میکنین، دارین تبلیغ رضا پهلوی رو میکنین، اصلا این موضوعات نبوده. موضوع زنان در سه تا حکومت. خیلی ممنون. ممنون خانم فرح. Yes, please. ببخشین آقای جناب رحمانی، خواستم از شما تشکر کنم برای اینکه من فکر میکنم من با این نظر
روی این برنامه امشب اومدم که راجبه صحبتی که شما کردین بشنوم، یعنی در مورد همین موضوعی که تیتر برنامه امشب بود. من کاری به این سیاست ها و این کشور ها و شما کدوم طرفین یا اون نیست، نظر همه رو احترام بهشون میذارم، ولی خیلی ممنونم چون از شما خیلی یاد گرفتم. یعنی منظور من اینه که اگه اجازه بدین من یه پیشنهادی دارم. این تاریخچه‌ای که شما در مورد شرایط زنان، حالا کاری به این که از نظر ایدئولوژی بود یا نبود، من کاری به ایناش ندارم، چون شما به نظر من همون کاری رو کردین که توضیح دادین، گفتین من تاریخچه زنان رو در به حالت خلاصه، چون تو 50 یا 60 دقیقه شما این همه لیست رو برای ما اسم کسا رو گفتین اینا. خب این خیلی برای من جالب بود که در چه تاریخهایی، حالا بگذاریم که به نظر من اگه این تاریخ ها همه به صورت، اگه اجازه بدین من یه پیشنهادی دارم، اگه میتونستین این تاریخچه ای رو که شما دارین اینو به زبان انگلیسی و به صورت گریگورین کلندر روی یوتیوب بذارین، این خیلی جالبه برای زنای خارجی که من باهاشون در تماس هستم که از من سوالای خیلی زیادی در مورد فرهنگ ما و تاریخچه گذشته به طور کلی البته میپرسن، آخه مثلا چند سال این زنان این حالت بوده و اینکه اینطور شده تو این 40 چند سال، چرا برای شما ها عجیبه، مگه شما ها از اولی که اسلام اومد اینطوری نبودید مثلا. ولی من فکر کنم اگر شما این لیست رو به زبان انگلیسی و در اختیار International World به صورت، یعنی با گریگورین کلندر، برای اینکه من فهمیدم که شما چیز، من هر دو رو فهمیدم، مثلا 1300 و فرض کنیم 21 رو فهمیدم، 1290 و فلان رو فهمیدم، ولی اگه همه اینا به صورت گریگورین باشه خیلی راحت تر به انگلیسی مردم میتونه اینو فالو کنن بفهمن که تاریخچه رو که شما پیدا کردین و زحمت کشیدین در مورد فعالیت زنها یا کمبود آزادی زنها در ایران گذشته، این خیلی برای مردم دنیا بین الملل خیلی جالبه. من فکر میکنم، من فقط میخواستم از شما تشکر کنم و اگر امکانش باشه اینو شما به اون صورت روی یوتیوب بذارین، واقعا باعث میشه که خب ما این چون شما تاریخچه رو گفتید، چیزی که خودتون علاقه داشتین بگین، در من اینطور فهمیدم که شما فقط تاریخچه رو به اون صورت که وجود داشت گفتین، پس من اعتماد دارم به اینکه این اطلاعات شما واقعا پژوهش کردین پیدا کردین و چقدر خوب میشه اینو به زبان انگلیسی در اختیار عموم بذارید. خیلی ممنونم، مرسی. ممنونم خانم فرح. جناب رحمانی عزیز بدید، من ما دیگه کسی بنده نمیگیریم. منوشر، من فقط از خانم فرح میخوام تشکر کنم. خب من این متن رو آماده میکنم، امیدوارم خانم فرح یا دوستایی که اینجا حضور دارن انگلیسیشون هم خیلی خوبه اینا بتونن اگه علاقمند بودن ترجمه بشه، من خیلی خوشحال میشم. ولی من خواهیم بله شما اگر اون رو بدید با روی سایتمون بذارید، خب کسی شاید پیدا بشه ترجمهش کنید. اجازه بدید منوچهر سوالش رو بکنه و بعد از اون ما هم 5 تا 10 دقیقه باقی مانده رو هم شما جمع‌بندی آخرتون بکنید و هم جواب منوچهر رو. منوچهر جان بله، تشکر از فرامرز و دوست عزیزمون بهرام، بحث بسیار بجا و آموزنده‌ای داشتید و درست تاکیدتون رو گذاشتید به مسائلی که باید درباره‌شون اتفاقا صحبت بشه، یعنی تاریخ و صرفا تاریخ نگاری که در این تاریخ این اتفاق افتاد، در این تاریخ این اتفاق افتاد، واقع نگاری نیست، صرفا از تاریخ باید درس آموخت و
در برای آینده همونجور که گفتید به عنوان چراغ راه آینده ازش استفاده کرد. یکی از جنبه‌هایی که یا عواملی که توی نیروهای سیاسی از چپ تا بقیه حتی در چپ به خصوص در راست حتی بهش توجه نمیشه یا صحبت نمیشه مسئله استقلاله. در گذشته در قبل از انقلاب 57 شعار استقلال آزادی دموکراسی داده میشد اول. خب الان صحبت از استقلال توی شعارها نیست، حتی شعار زن زندگی آزادی با تمام انقلابی بودنش و اینا اون رو خیلی روشن بیان نمیکنه و توی ادبیات جنبش و نیروهای سیاسی هم اون دیگه مطرح نمیشه. خب توجیهی هم که داده میشه اینه که جهان در ارتباط با همه، هیچ کس مستقل از بقیه نیست و اینا. چیزی که در اینجا، خطری که در اینجا هست، مسئله وابستگی و دخالت نیروهای خارجی در جنبش ما رو نادیده میگیره، اون مسئولیت رو از بین میبره. در طول تاریخ ایران از انگلیس، آمریکا، روسیه، همه اینا توی جنبش های ایران دخالت کردن، کودتا کردن، حمله کردن اینا. الان بخشی از نیروها و افراد سیاسی مزبگیر این نیروهای خارجی هستن، خط و مش اونا رو اونها تعیین میکنن. بجاست که در این مورد صحبت بشه و واقعا تشکر میکنم که در صحبتاتون به شکل خیلی مبسوطی روی این جریان صحبت کردید و فکر میکنم جا داره بیشتر از این هم صحبت بشه. تمرکز و اتکا باید به نیروی مردمی، نیروی درونی باشه، نه به قدرت‌های خارجی و چشم حمایت اونا بستن باشه. تشکر. ممنون مرشد جان. جناب رحمانی، ما یه جمع‌بندی از شما طلب داریم که شما قول دارید جمع‌بندی بکنید در آخر و بعد هم در مورد صحبت منوشه. بفهمید. من خیلی ممنون مرشد جان. خب منچه به یه موضوع خیلی مهمه انگوش گذاشتونم، استقلال سیاسی اجتماعی به ویژه تو جوامعی که انقلاب داره رخ میده. ما در واقع تاریخ اگه نگاه کنیم، آخرین انقلاب کلاسیک جهان سال 1357 در ایران اتفاق، بعد از اون معروف شد به ویژه بعد از فروپاشی شوروی انقلابات مخملی که در واقع از بالا توسط دولت ها قوانینشون دیکته میشه، و یا بعد از اون در مورد بهار عربی فاجعه بارتر. بعد از بهار عربی دیدیم که لیبی را ناتو به چه روزی انداخت، عراق به اون روز دوچار شد و یمن به اون وضعیت دوچار شد و 10-12 سال هم تو سوریه این وضعیت، این فاجعه ادامه داره. دلیلش این بوده که اون نیروهایی که در مورد اون کشورها راه افتادن یا تو مصر کودتا شد، و دلیلش این بوده که اون نیروها به استقلال جامعه خودشون توجه نکرده بودن، دلبستگی بیشتری داشتن به دخالت دولت‌ها. ما تو این سال‌ها داریم می‌بینیم بعضی از نیروهای ایرانی علاقمندن که بهرود تو این دولت‌ها دخالت کنند، مثل عراق و لیبی این حکومت‌ها سرنگون بشه، اینا بتونن به قدرت برسن. اتفاقا اینا نیروهایی هم که نیروهای سوپر راستی هم پایگاه اجتماعی ندارن، در نتیجه به قدرت رسیدن خودشون را در دخالت دولت‌ها دارن می‌بینن. بنابراین این استقلال بسیار مهمه
بدبستان و دولت ها بسیار خطرناکه و امیدوارم به هر رو این انقلاب زن زندگی آزادی که 7 ماه در جریانه و به این شکل با قدرت مردمی پیش بره و مردم بتونن با قدرت خودشون جمهوری اسلامی را سرنگون کنن، حکومت دلخواه خودشون را یا جامعه دلخواه خودشون را به وجود بیارن. ممنون از شما و میدونم که دیگه الان دیگه دارن چیزی میزنن که باید شما برید سحری بخوریم، ما هم تو دنبال شما چند ساعت دیگه باید سحری بخوریم بعدی که دیگه سحر شده برای شما. چیزی نه، همین من بر رو قرار بود جمع‌بندی آخرمو بکنم، بر رو در جمع‌بندی میخوام دوباره به این موضوع تاکید کنم که متاسفانه تا کنون 2 تا انقلاب ایران، یعنی انقلاب مشروطیت، انقلاب 57 مردم ایران، به آزادی و رهایی مردم ایران از اختناق و استبداد منجر نشد. تو این دوره ها به ویژه وضعیت زنان به رو چندان تغییری در وضعشون وجود نیومد و ممنوع کردن فعالیت سیاسی زنان، تشکلهاشون، رسانه هاشون مثل احزاب سیاسی، باعث شد که زنان در دوره های گذشته دخالت مؤثری در تحولات جامعه نداشته باشن. به نظرم یه تأثیر مهم در شکست 2 انقلاب قبلی توهم عمومی جامعه به گرایشات مذهبی و دستگاه عریض الطویل روحانیت و قوانین مقررات به اصطلاح مرد سالار و شریعت بوده است. این نگرش اساساً با آزادی، برابری، عدالت اجتماعی، رفاه عمومی منافات داره، زیرا اقتضای این وابستگی پیروی از الگویی است که متکی به زور و تبعیت کورکورانه از حاکمیت است. در تمام دوران 57 ساله حکومت‌های پهلوی، زنان آزادی‌خواه، برابری طلب، مبارز سرکوب شدند، زندانی شدند، با وجود اینکه حکومت ادعا می‌کرد که مدرنیسم به جامعه ایران به وجود میاره، مدرنیسمی که شناختی خودش ازش نداشت تا اینکه بتونه تو جامعه پیاده کنه. قانون مدنی دوران پهلوی از مرد تصویری برتر، رئیس، صاحب حق ولایت بر همسر و فرزند ارائه داد و زن را منفعل، فرودست، مطیع و گوش به فرمان کرد. این تصاویر در قانون مدنی امروز ایران نه تنها در جمهوری اسلامی باقی مانده، بلکه بسیاری از قوانین ارتجایی و زن ستیز و آزادی ستیز هم به اون اضافه شدن. اساساً اون نظام هایی که آپارتاید دن، نظام آپارتاید مبتنی بر تبعیض، نابرابری، ستم و سرکوب است. در نظام های آپارتاید فرصت ها و امکانات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی بر مبنای توانایی ها و شایستگی ها توزیع نمی شود. شهروندان جامعه بر مبنای معیارهای دلبخواهی جنسی، ملی، نژادی، مذهبی یا وفاداری به حاکمیت به شهروندان درجه 1، درجه 2، درجه 3 تقسیم می شود. شهروندان درجه 2 و درجه 3 در بسیاری از حقوق انسانی اولیه‌شون محروم می شود. در مقابل شهروندان درجه اول از امتیازات و حقوق ویژه‌ای برخوردارند و به دلیل جایگاه و امتیازاتی که برای آنها از نظام سیاسی و حقوقی قائل شدند از همه فرصت‌های اجتماعی اقتصادی بهره می برند. در میان یکی از مهمترین نمادها و جلوه‌های آپارتاید در جمهوری اسلامی آپارتاید جنسی است. یعنی جمهوری اسلامی ایران
نصف جمعیت شهروندان ایران که زن هستند را در این 44 سال از نظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی منع کرده و حتی در ابتدایی ترین عرصه زنان، حتی نوع لباس و مدل لباس و رنگ آنها دخالت مستقیم و پلیسی دارد. هر سال صدها هزار زن صرفاً به دلیل بدحجابی دستگیر، تأخیر، شکنجه و جریمه و نقضی می شود. مردم ایران در یک قرن اخیر برای آزادی و رهایی از استبداد تلاش کردند تا خودشون را از حاکمیت پدرسالار و مردسالار رها کنند و زن به عنوان نصف جامعه بتونه از حاکمیت گرفته، اقتصاد گرفته، سیاست گرفته، فرهنگ گرفته، جایگاه واقعی خودش رو پیدا کنه. بررسی‌ها و تحلیل‌های دانشمندان در عرصه زنان نشان می‌دهند که موج اول جنبش زنان و یا موج فمینیستی در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 وارد فاز تازه‌ای می شود. برخورداری از حق رأی، حق تحصیل، حق مالکیت، حق به رسمیت شناخته شدن به عنوان تابعیت مستقل از شوهران در چارچوب قانون اساسی و مدنی و به طور کلی کاهش نابرابری جنسیتی اساسی تر مطالبات موج اول جنبش زنان را تشکیل می داد. موج دوم از دهه 1960 تا 1980 آغاز می شود و افزون بر مطالبات بیشین می کوشد تا فرصت دستیابی به فرصتهای برابر در محل کار، خانه و حوزه عمومی را در دستور کار خود قرار دهد. موج سوم از اواسط دهه 1990 آغاز میشه و فردیت و استقلال زنان را در حقوق مدنی تعمیق میبخشد، به علاوه مسائل ترکیبی هویت جنسی و گرایش جنسی در کنار مؤلفه‌های نژادی و طبقاتی تحت عنوان تقاطع پذیری مطرح میشود. موج چهارم جنبش زنان از اواخر دهه 2010 و اوایل دهه همون دهه آغاز میشه و بر موضوعاتی مانند نظیر دستمزد برابر بین زن و مرد، مقابله با خشونت جنسی متمرکز مییابد. جنبش من و تو در زمره اقدامات عملی موج چهارم به شمار میرود. افزون بر این موج چهارم تلاش میشود تا منافع گروه های به حاشیه رانده شده مانند هم جنسگرایان و همچنین جامعه معلولان را نیز نمایندگی کند و از مثبت بودن آنان دفاع کند. اما اکنون می توانیم تأکید کنیم که انقلاب زن، زندگی، آزادی در ایران موج جدیدی از مبارزه زنان در جامعه جهانی به حساب می آید که نیروی جوان مردان را در حمایت از مبارزه و رهبری زنان بسیار فراگیر و چشمگیر کرده است. این موج نیاز به تحلیل‌ها، بررسی‌های بیشتر، عمیق‌تر جنسیت شناسی، جامعه شناختی بیشتری است. اما یک دستاورد غیر قابل انکار تاریخی و مشخص و ماندگار و تثبیت شده جهانی را درباره جامعه جهانی می توانیم در مورد 8 مارس روز جهانی زن ببینیم. این تلاش 100 ساله به ویژه کمونیست ها در جامعه جهانی بوده. بنابراین آنچه گفته شد، وضعیت زنان در این الگو یا سبک زندگی به مراتب بالاتر و بدتر از وضعیت مردان است، زیرا زنان ستم مضاعف را تحمل می کنند. گرایشات پدرسالاری، مردسالاری و همچنین سرکوب‌های سیستماتیکات میگه زنان را به اسارت میگیرد. بر رو
فارغ از اینکه کدام سناریو در آینده ایران به تحقق خواهد پیوست، ما نباید اشتباه سال 57 را تکرار کنیم و بگوییم شاه برود هر کس بیاید از او بهتر خواهد شد. دیدیم که شاه رفت، اونی که اومد بدتر از اون بوده. به همین دلیل از همین الان باید روشن کنیم که چه میخواهیم و چه نوع مدیریتی را برای آینده جامعه ایران در نظر میگیریم که اختیار جامعه دوباره به دست یه رهبر یا یه حزب نیفته و جامعه بتونه از طریق کانونها، انجمنها، شوراهاش به شکل دموکراتیک جامعه را اداره کنه و زن و مرد با هم در همه امور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی کشور دخالت داشته باشن و مذهبم جدا به عنوان جدا از دولت و بدون دخالت دولت امر خصوصی افراد باید در آینده در نظر گرفته بشه. و مهمترین مسئله که ما در گذشته ازش رنج بردیم آزادی بیان اندیشه و سرکوب‌های سیاسی و اعدام بوده که اینها به طور کلی باید برچیده بشه. اجازه بدهید بحث خود را با شعری به نام به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد از زنده‌یاد فروغ فرخزاد به پایان ببرم. به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد، به جویبار که در من جاری بود، به ابرها که فکرای طویلم بودن، به رشد دردناک سپیدارهای باغ که با من از فصلهای خوش گذر می کردن، به دسته های کلاغان که عطر مزرعه‌های شبانه را برای من به هدیه می آوردن، به مادرم که در آینه زندگی می کرد و شکل پیری من بود، و به زمین که شهوت تکرار من درون ملتهبش را از تخمه‌های سبز می‌انباشت سلامی دوباره خواهم داد. می آیم با گیسویم ادامه بوهای زیر خاک، با چشمهایم تجربه های غلیظ تاریکی، با بوته ها که چیده ام از بیشه های آن سوی دیوار، می آیم و آستانه پر از عشق می شود و من در آستانه با آنها که دوست می دارند و دختری که هنوز آنجا در آستانه پر عشق استاده سلامی دوباره خواهم داد. خیلی ممنون از شما.